سلام اینجا یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های برنامه امروز گلناز مهمون ماست سلام کارون و فرهاد و فرزاد هستن سلام 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 امروز فردای اون وبیناره اون نشست نشست, نشست, نشست که... آره نشست جورج ما فکر کنم بیشتر در مورد همون صحبت کنیم دیگه اگه بیشتر دی؟ که اومدیم کامل در مورد میخوایم صحبت کنیم خب <applause> دیروز نمیذارن این تیکر رو من بگم در مورد تاریخ افن. تو در سندازی که یا دیروز چیز بود من بگو دیکتاتور دهنشو بکشین اینجا بعد اینجا تو این نه <applause> <applause> با هم صحبت کردیم دیروز آره دیروز من تو میتینگ بودم بعد اومدم بیرون گفت به بچه تایم خوب میتینگ تموم شد برم اینو شروع کنم دیدن بعد تو ذهن همین بود که اوکی ما فردا که قطعا اپیزود اصلی رو ضبط نمی‌کنیم و همون موقع یه ذره بعدش گلناست اکستاد که حس می‌کنم که ما فردا این چیز گفتم قشنگ فکر کردم همین بود آقا بهش هم مسیج زدم گفتم اگه خودتون واقعا چهار تا می‌خواید تحلیل بکنین بندازیم این برنامه تاریخ اول انقلاب بعدن که خیلی هم رلونت باید نه 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 نه, نه خب شریک تق... جرم من برای تحلیل کردن خودم ندارم <تصفح> فقط شنونده بعد قبل چیز من جودم نکنه باید یه کاغذ بیارم نوت بردارم بعد گفتم که تو ذهنم که قطعا گل <تصفح> <خورن میکنه. تصفح> بعدش گفت پنج <نتاره> صفحه هم نوت نوشته <تصفح> یه نوشتم با تحلیل خودم با زبان خودت با زبان, هم. زبان اونو شهر اینجا امشب <تصفح> امروز اینجا چیزی می که سانسور می ولی بله اگه با میشه با زبان با شهر روز تحلیل دارم اینو یه ذره سر زیاد بی. کن خیلی کم خدا رو شو ببین یک تو ساره از کالر داره بله اینجا به قرانی شید قدر منو نمیدونی به خدا من الان قدرتو میدونم من کدوم کالرم اگه خوشم نمیاد عوض آها عالیه عالی شما ببین پشت میکروفونتونم کالرش هست ما شما افتاده دیگه چون میگیری دستت افتاده به تو ولی ظلم هم شده ها چرا پایه ن نه چه ظلم کرده خود نه نه چرا اینجا الان پایش پشت سرش رو زمین هست یا نیست میخوام اینو ب ای ای مزدوم نمایی میکنی آخه هر افیزودی کامنت میاد ز... نمیذاره اینقدر که به من اینجا ظلم میشه یه پایه بگیری دو سه آقا کارو بعید میدونم چرا همه جا به من ظلم میشه چه شناخته دقیقی مزدوم من میگم که اگه شما حرفی داریم بزنید واقعا من خودم اومدم شنونده باشم توی در این مورد منم که رو حساب پنج صفحه گلناز <تصفح> اومدم ولی من بگم که خیلی فکر کنم همه خوشحالیم همه حس خوب داریم بعد چند ماه که اخبار لجن داشت از اون حکومت می اومد بیرون که اعدام میکردن دادگاه می بردن بعد می اومدن حرف چرت و پرت می زدن و اینا عواملشون اتفاقی که دیروز افتاد به نظر من و حالا توی اون بابلی که ما هستیم با هر کی صحبت کردیم خیلی اتفاق مثبتی بود به خاطر اینکه آدمهایی توش بودن که حداقل توی این چند ماه ازشون به عنوان لیدر یا دونه درشت‌های این در واقع خیزش انقلابی یاد می‌شد همه اینا کنار هم نشستن حالا چهار تا که اونجا بودن سه نفر دیگه هم از بیرون چهار نفر دیگه عملن از بیرون ویدیو دادن بعد خیلی حس خوبی رو فکر کنم بین ماها ایجاد کرد که به خاطر قدم مثبتی بود قدم مثبتی بود و دقیقا اگه قرار اتفاقی بیفته از همین مسیرها میگذره یعنی بالا پایین داره همیشه ما گفته بودیم مثلا مثل نمودار سینوسیه که ولی شیبی داره و در, در دراز مدت این حرکت رو به جلو به اینکه اون سطح از فساد و ظلم قطعا پایدار نمیمونه اتفاق دیروز خیلی مثبت بود حالا احتمال میدم که اکثر شنوندهای ما هم برنامه رو دیده باشن ما امروز تصمیم گرفتیم که راجع به همین موضوع فقط صحبت کنیم تهدید شخصی خودمون رو حالا بر اساس عقایدی که داریم و مطالبی که خوندیم روی این موضوع بذاریم و ببینیم ما آدم های عادی از اینجا به بعد چیکار میتونیم بکنیم یه اتفاق خوبه دیگه هم دیروز افتاد آزادی یه سری از زندانی سیاسی بود اصلا صبح زیبا شروع شد فرهاد میسمی آزاد آه. شده بود آقای فرهاد میسمی چندتا من خب تو اسم که میدونین همونا رو هم می نویسم. اسم خودم گاهی اوقات بعد بنویسم ولی چند تا زندانی سیاسی دیگه هم آزاد شدن اکثرا موقت ولی همین که الان از اون دیوارای کسافت اومدن بیرون و پریشب چند تا از دراویش گنابادی آزاد شدن اونم خیلی اتفاق خوبی آره. بود یعنی یه 48 ساعت خیلی خوبی بود آره. فکر کنم یه شاید یه, یه هفته خوب آرمی تباسی آزاد شد باری اون تو هفته گذشته بود دیگه همین خبر جوشتن هم اومد توی بله. من یه سوال به عنوان یه آدم ناگاه میتونم بپرسم این این آزادی ها رو این حال آزادی های موقت و اینا رو توی تویتری یا آدم ناگاه بگو نه خب هستم دیگه ناامنه چه جوری میشه بهش نگاه کرد یعنی آیا باید خوشحال که صد درصد میشیم و هستیم ولی پشتش چیه یعنی میدونیم مثلا من شخصا اینم که هر موقع این از این دست اتفاقا میفته یه دلهوری درونم هست میگم که اوکی این حالا یه دوران خوش موقتیه دارن این, این کار میکنن که آیا در پسش چیه میدونی نمیدونم حالا منظورم درست گفتم یعنی آیا این این قرار موقت باشه و بعد اتفاق دیگه بیفته یا دارن من جواب دا. دیگه میکنن بله شما من خب. یه مثال بعدش از یه سریال میزنم آها باش طب. چه سریالی هندمستیل آها باش ببین من اون دلهوره رو فکر کنم خیلی داریم خب به خاطر اینکه خب دست جمهوری اسلامی دیگه بعد 44 سال دیگه امروز شد 44 سال رو شده برامون که هیچ وقت کاری رو انجام نمیده که به نفع مردم باشه امه. یعنی یک دلیلی پشتش هست که ممکنه همون دست همون دلیل بر ما رو نشه ولی دلیلی هستش که به نفع خودشون هست خب خیلی ها در مورد این کمیته حقیقتی ها به سازمان ملل میگن که این آزادی ها که یهو یه خب یه خورده فعلی هم شروع شد امه. شروع کردن به خاطر همین نشستا که دوباره نگاه دنیا خیلی دیگه فوکس شد روی دوباره مسائل ایران و این حرفا و من حالا یه نظر شخصی هم دارم اینه که یه کوچولو احساس میکنم که پرم شده زنداناشون واقعاً یعنی من فکر میکنم پر شده ببین به هر حال اینا حالا خاطرات بچه هایی که از زندان میان بیرون و حتما میخونین که تو چه شرایط اسفناکی نگهشون میدارن و این حرفا یعنی مثلا براشون مهم نیستش که توی اتاق این سایزی مثلا 50 نفر نگه دارن چون اصلا کرامت انسانی که اهمیتی نداره واسه جمهوری اسلامی خب ولی من فکر میکنم همه این دلایل کنار هم باعث میشه که این موقتا رو زیاد ببینیم خیلی در مورد این وسیقای سنگینی که دارن میگیرن که دیگه از حالت سند و اینا مثل که داره خارج میشه دیگه مثلا پول میگن نقد پول نقد آره من توی توییتر خوندم پول نقد یا مثلا چک بیاین بدین خب معلوم نیست بعدا اون وقت با این وسیقه ها چی, کار میخوان بکنن من گفتم که من خوشحالم به خاطر اینکه ببین واقعا هر یه نفری که حقش اون زندان نبوده حق هیچ کس به نظر من زندان جمهوری اسلامی نیست خب وقتی که میاد بیرون یه نفس میکشین میدونی ولی آره به قول تو اون استرس رو مثلا منم دارم با فکر میکنم که الان بعدش میخواد چی بشه من اون مثال, مثال از این سریال بزنم یه جورم سعی میکنم بگم که خیلی اسپویل نشه کسی که ندیدن داستان یه کشوری یه بخشی از آمریکاست که یهو یه حکومتش عوض میشه و به یه حکومت حالا دینی متحجر خیلی وحشتناک خشن تبدیل میشه که کل هدفشون اینه که سطح باروری رو ببرن بالا. رو بخونیم هست اسپویل نیست. بعد خب اینا مرزا رو بستن از بیرون کسی اطلاع نداره تو اون کشور داره چی میگذره خیلی همه کشوره کشور بیرون دوست دارن بدونن که چه خبر ولی کسی نمیدونه بعد حالا یه اتفاقی میفته یکی از مثلا مسئولای رد بالاشون از بین میره بعد اینا میگن ما برای اینکه به جهان نشون بدیم که انسان‌های مثلا مهربانی هستیم باید نشون بدیم ما سوگواری میکنیم سوگواری درست انجام میدیم پس بیاید یه مراسم در واقع فیونرال یه مراسم ختم خیلی آره خیلی مجلل و... مجلل و بزرگ بگیریم و اینو لایو استریم کنیم همه دنیا ببینن که ببینن ما انسان های مثلا متمدن و در واقع با شفقتی هستیم اینم مشابه اونه به نظر من همشون هم اگه شما واقعا هدفتون اینه که نشون بدید اینا مثلا بی ما حکومتی هستیم که عادلانه رفتار میکنیم اینا باید دائم آزاد شن کسی مثل فرهاد میسمی که ایشون حالت آزاده دائم شدن چون دورشون دا دا بله بله ایشون مثل اینکه دورشون دوره در واقع حبسشون تموم شد مم. فقط در مورد ایشون من اینو شنیدم که دوره حبسشون خب الان سال هاست تو زندان هستن خب اون ماجره عفه رهبری هم همین بود دیگه بله. هفته گذشته بود بله بله. اشتباه که okay. من داشتم خبر میخونم از که به بلوچ است که این افر رو ندادن درسته بچه هنوز تو زندانن و آزاد نشدن که اونا رو ما میشنویم چقدر نادلانه میگیرن یه خبری هم که یادم رفت دونده سرعت همون شسمه اسمشون چیه؟ ف... فسیحی شو که ف... فرناز بود دوباره بذاری نگاه کنم چون این اسم مهین میخوندم با خودم میگفتم دماری کی دارن صحبت اره. میکنن؟ دونده شسمه جمع خانم توی آس... آسیا فکر کنم رکورد زد هفت و خورده ای دوید قهرمان شد سرود اه... جمهوری اسلامی رو نخوند <applause> بعد لاک های دستش هم فکر پرچم ایران و اینا بود من عکس رو دیدم امیدوارم عکس همین خانم فرزانه فصیحی همه می خوندن اون اون فرناز فصیحی ایشون فرزانه فصیحی و همین گفتن که در مورد کی دارین صحبت میکنین تا اینکه عکس اومد که عکس دونده رو گفت پرچم جمهوری اسلامی رو هم بلند نکرد باش بود بعدش دمش یه ویدیو کوتاه اومد بیرون که تبریک گفت بله این جا نمونه وسط این همه خبر واقعا دمتگه. بعدش چی شد یعنی الان برمیگردن ایران برمیگردن بر احتمالاً شرایط مشابه الناز رکابی رکاب همه همه ورزشکارا دیگه آره اینا اصلا قبل اینکه خارج ازشون وسیقه میگن یه اتفاق مهمی هم امروز صبح افتاد اونم باید بهش بگیم که یه اسب توی تظاهرات 22 بهمن جمهوری اسلامی رم کرد <تصفح> اون خیلی مهم بود اون کتلت هم تو خود صحبت کنیم اونم اتفاق مهمی بود توی میدون آزادی میدون آزادی یه نفر یه کتلت گرفته دستش به همه اینایی که حالا به نظر دیگه میان رفتم واسه آره نه یعنی همه اونجا هست آخه چه جمعیت پراکنده آره حقیری هم هستش این جماعت دستش گرفته کتلت رو از خوش داره ویدیو میگیره که کتلت میخوری میخوری نه ولی چقدر ویدیو هم اومد همین صبح من سری چک میکردم تا قبل اینکه بیام مردم گرفته بودن از داخل ایران فرستاده بودن جمعیت های کم مثلا ناره. یه وانت داشت را میرفت ده نفر پشت شعر شعار مثلا خسته فوتوشاپ هم که کردن نمیدونیم اینا برای کیه یعنی انقدر جمهوری اسلامی از این ایونتو گذاشته برای خودش و همش به یه میدن همش یه کم شکل. بوده. نه نه میدونم انقدر کم مثلا بوده جاهای مختلف آدم نمیدونه که واقعا این برای الان کم بوده یا اصلا این دفعه اصلا کسی رفت نرفت شاید زیاد بودن نمیدونم یکی از بچهای باحال توییتر که یکی دو تا عکس شهرستانا رو با هم موقع کرده بود فتوشاپ بود یعنی مثلا عکس واسه دو تا شهر مختلف کرده بودن آره. ویدیو عکس بله. یکیش روی روزنامه هم یه دفعه فوتوشاپ کرده بودن اکثر رو دوبار گذاشته بودن و معلوم بود مثلا پیس شده این طرفی که اینجا بود دوباره مثلا سمت چپ تصویرم بود دوباره میدونید خبرگزاری واسه به سپاه گفته چه آدم رفته بیرون 125000 نفر حد میزنم همطوری فله بگید بزنید میلیون نه میلیونی بعد گفته باشه دیگه 5 میلیون تو کل ایران تو یک ایدو. ها تو کل ایران آره یک چهارم جمعیت تو خیابونا بوده به لرزه شد فوش داد الان میتونی بدی یک بار بعدا میتونیم ساب تایتل کنیم فوشا رو ما رو لولو برد ما یه روز شهر روزو میاریم اینجا آره قفله آموزش بده آموزش فوشا یک میلیون 21 میلیون همینجوری دیگه عددو تو ایران اینجوری جنریت میشه ولی همه نسبت به این اتفاقی که افتاد مثبت بودیم یعنی همه ماله. هیچ من خودم مصبت من نتونستم ازش نکته منفی من حتی شیرینی هم درست کردم آره. در این حد مصبت بود, بس بود. بود من بودو بودو. شیرینی رو دیدم آه. من اصلا یه مدلی هم که شیرینی آه. نمی کنم و خونه ها شیرینی ندارم بعد لحظ قبل خواب دیم اینجوری وای چقدر شیرینی لازمه چیز هم کنارش بود رزبری هم کنارش بود ببخش دیگه اون واسه اون چیز بود ستاپش بود واسه همسایه ها کاش همسایه کاش خوش یعنی همسای واقعا هم. همسایه های مثلا توی ساختمانتون بله چه خیلی ما ساختمون ما اولا ایرانی زیاد داریم ولی حالا غیر ایرانی همسایه طبقه خودمون من خیلی باشم من تو مایه همون مدل ایرانی ایران. برخورد میکنم مثلا بفرمایید ما قرمه سبزی درست ایران. کردیم ایشون چینیه بزن مثلا روشنشی خیلی حال کنی بریم <تصفح> دو تا خبر دیگه هم یادم رفت زلزله خوی و ترکیه خوی که هفته قبلم بود ولی ترکیه هم باید اشاره کنیم که چقدر وحشتناک بود چقدر من تا هشت هزار پیام بازرگانی هم میرم من, دو دو من, بله. من خانواده دو شوهر خواهرم مال همونجا هستن مال آدانا هستن که 150 کیلومتری ولی خب اونجا هم لرزیده بود حالا اتفاقا اگه نداشته باشه یه پیام بازرگانی هم اینجا واسه بچه های ونکوور میدم خودشون حدسشون این هستش که بالای 200 هزار تا یعنی چیزی که خود رسانه های ترکیه دارن استیمیت میکنن ترکیه و سوریه فقط خود ترکیه آه، آه، آه. نه چون سوریه هم خیلی وضعشون بده متاسفانه خیلی هم بهشون پرداخته نمیشه از اون که دولت اسد هم نمیذاره کمک بهشون برسه مثل جمهوری اسلامی دیگه اینا همشون با هم دیگه دستشون یک کاسه ولی پیام بازرگانی هم میتونم بدم آره، تا 20 فوریه بچه های یو دارن کمک جمع میکنن واسه ترکیه که ترکیش ایرلاین اینو هفتگی یا نمیدونم چند روزی یه بار مجانی کمک ها رو میرسونه کمک اقلام یعنی اجناس رو میرسونه به ترکیه من دیروز اونجا بودم یه مقداری لباس دیگه به اندازه کافی دارن چون مم. هم لباس زمستونی من تو موقعی که اونجا بودم کلی آدم هم کیسه کیسه لباس نو خریده بودن بفرستن اقلامی که احتیاج دارن بیشتر پتو داروی داروی اوور دی کانتر که مردم میتونن تهیه بکنن و پوشک بچه این سه تا چیزایی هستش که اونجا به خصوص دارو و پوشک بچه شفت چون کم بودم هست تو چیزی آن نوار بهداشتی از آن یادم رفته بود نه ام ولی ام مسکن و داروهای ضد حساسیت اونا رو خیلی احتیاج دارم به خاطر اینکه خب خیلی کم بودشم من اونجا هست ام. و یعنی ادویل مثلا مسکن و اینا آره کانتر yeah. به هر چیزایی yeah. که no. اینجا ما میتونیم اوورده کانتر خریداریش کنیم دیگه چون خیلی چیزا باز مثلا no, مسکن no, با رو خالی کنیم یعنی کاسکو ادویل میده اندازه مثلا چهار روز پیش کاسکو یه بار خالی شده که no, خودشون حدس میزنن ببین ما جماعت ترکمون توی ونکوور خیلی زیاد نیست ولی هی بیشتر میشه چون از دست اردوان دارن فرار میکنن ولی خب هم سوریا اونا بیچاره فکر کنم مثل ما ایرانی ها که به مملکت خودشون نمیتونن کمک کنن از راه دور اونام تمرکزشون رو گذاشتن روی ترکیه, ترکیه. این اتفاقی داره یو میفته چجوریه پشتش ایرانی ها هستن یا خود نه, نه, نه. خود, انجام؟ خود بچه های جامعه ترک یا یو بی سی دانش رو آرد. بعد بریم هم این رو بکنید هم توی یو میشه دونیشن بکنید هم پشت ترمینال آن 580 اندستریال او اونیو ترمینال آن او اونیو پشتش اسمش هست اندستریال اونجا آره. 580 اندستریال اونیو ونکوور اونجا هم هست از 11 صبح تا 9 شب اونجا تا 20 فوریه کمک های مالیتون هم میتونید به من انجام بدید من میرسونم دست یه توییت من دیدم والنتیر هم احتیاج دارن اگه خ... کسی خواست من یعنی ب... بره ترکیه نه 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 والنتیر خود هم... این ویر خب خیلی ها. چیزه من هفته بعد اونجا خواهم بود بیاین با هم همونجا که خونه. رفته بودیم واسه جارو کجا دقیقا, دقیقا پشت <تصفح> اونجا باریکالا باریکالا یه توییت عربی من دیدم یکی ریتویت کرد و فارسی ترجمهش کرده بود از یه آدم سوری انقدر غم انگیزه دیدیش یه مضمون اینه حالا اگه ادبیات بهترش یادته لطفا کمک کن گفتش که اونایی که در واقع از بین رفتن جون سالم به در بردن و اونایی که جون سالم به در بردن از بین رفتن نه از بین یه چیزی توی ما از بین رفته بدونیدشون آره خیلی, خیلی سوریه, خیلی سوریه خیلی بده وحشتناکه این چیزهایی که تو ایران تست میکنه سپاه اینا رو توی سوریه پیاده کردن یعنی یه دور اونجا تست شده اسدا همینجوری باش نگه داشتن میگم یه دارم گفتم یه سری یا به ایمان داشتم میگفتم یه سری فیلم وحشتناک هست از کارهایی که توی سوریه انجام دادن کشت و کشدارایی اصلا باور نکردنی فیلماش نمیدونم مثلا چه تو, تو تویتر بود منم دیدم سوریه رو به گند کشیدن اینا خاور میانه رو دیگه تقریبا خاور آره. افغانستان واقعا دنیای بدون جمهوری اسلامی دنیای امتر و زیباتریه ام. یعنی اینو زیباتر. بارها و بارها آدم بعد به خودشون تکرار کنن من اینو چندین بارم از صبح گفتم ولی باز تکرار میکنم همین که توی توییتر یه سری آدم حالا طرفدار جمهوری اسلامی خیلی اکتیو شدن یعنی اینکه که این چیز موفق بوده یعنی این کار میکنه جای درسته این آره دقیقاً بعد آب و ریختن همونجا میسوخت و اینا بیشتر دارن حالا میسوزن این این من خیلی نکته مثبتیه چون حالا مثلا برمیگردم به سه چهار هفته پیش که شاید آره شاید یه ما پیش بود دیگه که وکالت میدم اومده بود دیگه اونا خیلی ساکت تر بودن یعنی میذاشتن خود آدما با هم دیگه جنگ و جدل بکنن ولی الان که یه اتحادش گرفته دیدم که همه دارن ریختن سر با یک هدف و یک ادبیات اصلا یه خبری از عبداللهیان خوندم که گفته بودش که این پنجره احیای برجام همیشه باز نمیمونه دوباره دیروز و خیلی هم مدتش کمه و بعد دیگه ما میریم مثلا کارهای دیگه میکنیم خب این جملاتی که میگن چون چند بارم اینا به مذاکره غرب و جمهوری اسلامی اشاره کردن که نکنید دیگه این کار رو شما دنبال یه آلترنتیف بودین اینا. به فرما این آلترنتیف هم هست بر همین فکر میکنم که دیگه آره دیگه این اتاقای فکر بی فکریشون را افتاده و آها به نشست امنیت آلمان هم اشاره کنیم مونیخ. مونیخ چند فوریه بیست نه بیست و هفتم اون برنامه ای که عبداللهیان چیز شده بود دعوت شده بیست و هشتم بعد باشه فکر کنم که این در واقع سران کشورهای دنیا قاعدتا بهش دعوت میشن ایران رو دعوت نکردن به جاش مسیح و رضا پهلوی بدن آرپی جان اه، یه آه. سوال بپرسم آه. این الان تظاهرات استراسبورگ بود فکر میکنم امروز 20 فوریه بروکسل آ بروکسل آه، بروکسله. امروز, امروز، جاهایی که تا الان رفتن تظاهرات چه جوری بوده میدونی خیلی خیلی من لندن رو دیدم من بلژیک رو دیدم تو الان رو فکر تورنتو هم با قاعدتا اعلام باشه با شکوه الی و واشنگتن الی چقدر آدم داشت میاد از ونکوور یه آدم آدم, آدم. شده. نه نه منظور یه دونه لیست داده بودن از آدم های سرشناسی که دارن آه. میرن اه برز و بود توش اه اون اه فرخ نژاد فرخ نژاد بود دیگه اسمارو حالا یادم میره ولی مثلا یه لیستت شاید 20 25 نفره بود از آدمایی که شاید تا سال پیش همه توی ایران بودن ولی الان دارن اونجا شرکت پاریس مباردن. مثلا نیاز زم صحبت کرده آره بود اونجا خیلی خب این دختر دول زم دختر رو فکر کنم بعد دیگه الان 18 19 بشه شده باشه چون پدرش رو دیگه چند سال پیش سه چهار سال ایمان میدونه من خیلی هیچ کی مثل ایمان من اخبار روح الله زم یه جوری دنبال می‌کردم اون هم یکی از اون جنایت هایی بود که ولی یادت میاد ناکیمون. قبل کووید ادام شدن 2018 آره، یا آره. قبل نه. کووید گرفتنشون فکر کنم آ قبل کووید گرفتن آره. آره فکر میکنم آره. ولی مثلا خب اروپا نبزه خورده اتفاقات هم هست دیگه به خاطر اینکه هم جمعیت ایرانی زیاده هم راحت میتونن که از یه شهر به یه شهر دیگه برن ایرانیا و این حرفا علیرضا اخوندی سخنرانی خیلی خوب دیدن کرد دیدن. آره پولوورتون رو هر جا خریدین به ما بگین بریم بخریم خیلی قشنگ بود آره ولی خیلی من جاهایی رو که دیدم خیلی با شکوه برگزار شد به مال وانکو برم نمی چون هنوز شروع نشده برنامه باشوکوش. آینده با شکوه که حتما هستش این اتفاقات هم گذری و تموم میشه <محن> نمک زندگی 22 آذر 1399 اعدام شد سه <التسخن> سال پیش دو... چهار سال یک آره <التسخن> دیگه میشه دو سال, دو سال یعنی پیش بوده. تو کووید بوده <التسخن> بریم خب آره در موردش خب ببین من فقط نوتایی که برداشتم خب نصفش خود حرفا بوده نه به نظرم <نه> بیا چیز کنیم اونجاییش <التسخن> که به نظرت مهمه رو بیا بالا <التس بعد ما نظرمون روش نظر ها. کارشناسی مونو بله ما چون خ... یه پنل خیلی موجه اینجا نشست آره. <سؤال> میان میذارن <تصفح> صبح من داشتم به این فکر میکردم که خب ما همیشه اپیزود خودمون رو میرفتیم همینجور خودمونی بود و صحبت میکردیم و اینا بعد ما دو تا مهمون آوردیم که یه ذره از اون حالت خارج بشه تو صدق الان آره. برعکس شده شما هم شروع میکنیم مثل ما همینجوری ببین آخر اتفاقا به نظر من یکی از چیزایی که ما توی جامعهمون نداشتیم صحبت خودمونی در مورد مسائلی بود که به هممون مربوطه ایو. ما یه عمر یه سری میرم مثلا یه مشکلی که واقعا رسانه های ایرانی دارن خب این هستش که همش همون آدما رو با همون ادبیات همون خطای فکری که ما الان چهار دهست ده داریم میبینیم میارن از یه جایی به بعد یه حرف تکراری چیزی به معلومات آدم به نظر من اضافه نمیکنه خب بعد اون وقت مثلا همه اصرار دارن که با یه سری کلماتی که توده مردم خیلی وقتا متوجه نمیشه یه سری نظریاتی که اتفاقا همین به نظر من یه جایی به بعد دیگه آدم باید بتونن راحت حرفاشون رو بزنن تحلیلای خودشون رو از مسائل داشته باشن چون هر کسی به نظر من بر اساس تحلیل خودش واکنش نشون میده این چیزی که بهش فکر نمی کنیم دقیقا این هستش صبح اون آقای آرش جودکی هستن اسمشون اگر که اشتباه نکنم یه دونه مصاحبه کرده بودم باهاشون راجبه به همین نشست جورج تاون و بعد بیانیه موسوی نمیدونم راجبه به نشست بود ولی راجبه به بیانیه موسوی داشتن صحبت میکنن حرف خوبی زد گفتش که ما تو این صد و خورده ای سال که از جنبش مشروطه میگذره و این دادخواست مردم برای اینکه به آزادی برسن و به دموکراسی همیشه تعیین کنندش توده مردم بوده چون ما هیچ وقت احزاب نداشتیم که خط مش بدن به مردم احزاب نداشتیم. اجازه احزاب نداشتیم. نه اصلا همون دیگه ببین یا اجازه نبوده یا وجود نداشته به هر حال واقعیت این هستش که وجود نداشتین این احزاب و این توده مردم بودن که همیشه مشخص کردن مسیر رو و بعد مثلا نتیجه ای که گرفتیم خب اگه واقعا به این قبول داشته باشیم این واکنش هایی که آدمو دارن بر تحلیل خودشون باشه به نظر من خیلی مهمتر میشه اگر که توده ای مردم دارن تصمیم میگیرن و بعد حالا مسیر رو تقیم من واقعا چیز نمی کنم اصنار جوک ولی واقعا فکر میکنم که جمعه اسلامی توی چلسه گذشته آدم هایی که آورد تو تلویزیون همینطوری بدتر و بدتر شده یعنی واقعا همون کلاس آدم هم مثلا سی سال پیش نیست واقعا آه. این آدمات هر کسی که سواد داشت فهمید که نباید بیاد تو تلویزیون جمهوری اسلامی صحبت بکنه و دونه دونه اینا ریختن و رسید به این آدم بیخردی بود که در مورد زن زندگی سواد صحبت میکرد آورده بودن چهار پنج ماه پیش میگفت کدومش خیلی نه یه نفر بود که خیلی تند بود خیلی قیافه کری هول منظری هم داشت پورا که نمیگی. نه, نه اون که, که شناسه یکی بود توی می برنامه جدید گذاشته بودن گفتش باعث آدم رو بلد نیست همون نیست چی میگم یعنی ایناست الان کسایی که دارن جمهوری اسلامی تبلیغ میکنن رایفی پور و این کارگردانی ای که اخیر اومده آره همین رو می‌خواستم جری بری گفت خانم آره اون کارگردان کننده بود خانم نه کارگردان اومده آ کارگردان اومده یعنی کسایی که هستن واقعا آدمایی نیستن که سرشون به تنشون بیارزه یعنی من حتی یک نمیدونم شاید من زیاد نگشتم ولی واقعا یک نفرم من توی 5-6 سال گذشته نیدم که بگم آه این داره حرف حق میزنه اصلا یه ده درصد حرفش حقه یا رایفی پور که دیگه اصلا دیگه ببین دیگه همه چیز ببین. به همه چیز باید بیاد دیگه اون دهه شست حالا جنگ بود خیلی اوضا بد بود حالا مثلا برسیم به دهه هفتاد کسانی که فکر کنم اینو یه دفعه دیگه هم صحبت کردیم راجع بهش یا خودمون داشتیم صحبت میکردیم قبل برنامه کسانی که هنوز توی بدنه جمهوری اسلامی بودن اون یکی دی... دو دهه اول تحصیل کرده های ما قبل این دوره بودن میگم حالا جدا از اینکه آدمای افراطی بودن آدمایی بودن که خب تو جنایت ها دست داشتن این حرفها تحصیلاتشون تحصیلات قبلی بوده تحصیل کرده بودن و یه حالا وزنی توی هر رشته ای که خونده بودن داشتن خب تو این چهل سال چی از اتاق فکر جمهوری اسلامی اومده بیرون به قول تو اونایی هم که سرشون به تنشون میارزیده یا دیگه همکاری نکردن چون دست اینا رو خوندن یا خود اینا گذاشتنشون کنار یا مثلا تک و توک مثل این یه فیلمی اومد بیرون که پلیسی بود زنه داشت به هجاب یه نفر لکه شد آره میگم تک و توک از این آدمایی که واقعا شور اونم سر به نیستش میکنن آره وجود داره که اونا هم یواش جمهوری اسلامی ببین مخالف حتما هست ولی خب مخالفی که توی مثلا وقتی پلیس رو نگاه میکنی آدما مستقیم میگن که این از بدنه جمهوری اسلامیه دیگه فهمت. من شاید اونقدر حالا قبول نشه باشم حالا به واسطه تجربی که داشتم تو این چند مدت ولی بعضی از آدم هم هستن یعنی اون ورش هم باید بگیش تک و تو یه نفر پیدا میشه که یه فیلمی ازش در میاد ولی بعدم دیگه معلوم نیست کجا سون چه اتفاق دقیقا؟ توی خارج از ایران اینطوریه که اگر یه, یه فیلمی در میاد که طرفی طرف قابلیت خوبی داره خردمند حرف درست میزنه بعدا میارن توی تاکشوهای مختلف باش با صحبت میکنن با توی ایران متاسفانه سربی نیست میکن. آره خب شما بفرمایید تازه کنیم ببین حالا من, من آره من حالا نوتا هم نصفیش که همون دقیقا حرفایی که زدن به خاطر که داشتم گزارشگری میکردم به طور زنده واسه دوستانم حالا ولی مثلا یه سری حرفاشون جالب بود من خودم خوشم اومد اول از همه بگم که من حالا اگه قرار تحلیل شخصی بکنیم راجع به یکی دو تا بیانیه خیلی نگران بودم یکیش بیانیه گلشیفته فراهانی یه عزیز بود من خیلی دوست داشتم اصلا یه فکر دیگه میکردم راجع به بیانیه‌ای که خواهد داد و حالا بعد که گفتن از طرف علی کریمی هم قرار صحبت بکنه خیلی خوب بود حالا میخوای یکی یکی آدما رو بگیم صحبت کنیم راجبشون آره به نظر به همون ترتیبی که حالا اینا ویدیو پخش شد و... مثلا. آره, آره, آره. زرد... آره. ببین مثلا من یکی از هایی که شیرین عبادی کرد و خیلی خوشم اومد اون حرفی بود که خیلی صریح زد گفت ما دیگه همه زیر و بم این حکومت رو دیدیم رأی دادیم دیدیم چی شد قر آره آره. کردیم دیدیم چی شد آره آره. تحریم کردیم دیدیم چی شد اتفاق دیگه‌ای نمی‌افته هم. همینه مال دیگه تو 44 سال همه بالا پایین این حکومت رو دیدیم هر چی فرصت میتونستیم بدیم آره، دادیم دیگه تموم شد دیگه یعنی که فکر میکنم که خب خیلی زمینی هم نه حتی خیلی سریع دیگه این گزینه اصلاحات و اینا رو هم گذاشت کنار چون خب یکی از عملاتی که سالها بهش میشد این بود که اونم نزدیک به مثلا اصلاح طلباست و میدونی آدم گاهی اوقات تو ذهن خودش هم یه سری چیزا هست یه نفر که خیلی با سراحت کلام میگدش تازه با خودت فکر میکنی واقعا, واقعا همینطوره یعنی واقعا ملت تو دوره های مختلف واکنش های مختلفی نسبت به کار جمهور اسلامی داشتن و همه گزینه ها رو رفتیم حالا یه سری هم همیشه مخالف این گزینه ها بودن ولی همون توده مردم گزینه های مختلفی رو امتحان کرده و خب دیگه جمهوری اسلامی هم فقط به فکر منافع خودش بوده این حرف شینبادی خیلی به دلم چسبید بعد آقای آه... 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 معتدی در مورد دشمن مشترک گفت که اون آه... آه... خیلی به دلم چسب و گفت دشمن مشترک ما جمهوری اسلامیه فکرم دشمن مشترک کل جهان الان جمهوری اسلامیه در مورد منطقه که صد درصد هم به غیر از متاسفانه ونزوئلا نه یه سری که پول در میارن ازش دیگه ولی دشمن م... حالا اونو رو بذاریم که دشمن مشترک همه ما ایرانی ها با هر طرز تفکری یعنی ما هفته پیش اومدیم اینجا نظرات مخالف داشتیم مخصوصا مثلا من و ایمان کاملا نظرات مخالف داشتیم روی موضوع هفته آه. پیش ولی شکی در این نیستش که آقا دشمن مشترک همه ما جور میاد همه یه چیز واحد میخوایم. و اینا من اشاره کنم خیلی خوب بود که حالا آقای مهددی اومدن به خاطر اینکه مثلا نمایندگی میکردن رو و اون حزب قدیمی کومله رو امیدواریم حالا تو جلسات بعدیش از قومیت های دیگه هم نماینده داشته باشن حالا حتی سآلش هم مطرح شد و اینا هم اونم ب... جلو بهش میپردازیم ولی به اینو ما باید به فال نیک بگیریم که بله. این حزب حالا قدیمی رو ازش یه نماینده بود ویدیویی ویدیوی پخش شد من دلیلی هم که اینجا گفتم آقای معتدی چون اینو تو کامنت ها نوشته بودم بقیه رو به اسم فامیل میگم اسم کوچیکشون الان یادم رفته <applause> من یه اسم کوچیکی تو ذهنم ولی حس می‌کنم اشتباه نمی‌گم. بر همین دیگه نمیتونستم بگم مهتدی جان. والا من همیشه فکر خودم دوست دارم که به اسم و فامیل اسامی رو بگم. یکی از جملاتی هم که گفتش گفت نوک پیکانها فقط باید جمهوری اسلامی رو نشونه بگیره که به نظر من درست بود. عبدالله مهتدی. من تو ذهنم عبدالله عبدالله مهتدی آره. حالا ایشا امید از نه من عبدالله, عبدالله, عبدالله عمت عمت اشتباه. اشتباه. تو ذهنم ترسیده فکر کنم ادام بله, 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 بله همین امروز صبح البته ایندیپندنت فارسی یک دونه ویدیویی از ایشون منتشر کرد که البته خب به زبان کردی بود من قبل از اینم بود که بیام اینجا نتونستم نگاه کنم عبدالله الله مرسی منتشر کردن که زیرنویسش که احتمالا خود ایندیپندنت فارسی انجام داده محتویاتش این بودش که نشست دیروز و یعنی در مورد حرفاشون زدن زیرش و حالا یه خواست های دیگه دارن من واقعا نرسیدم ببینم ویدیو رو چون دقیقا قبل از این بود که میخواستم بیام اینجا و بعد کلنم چون متاسفانه رسانه های فارسی زبان همشون سویه های مشخصی دارن و یه خواستگاه های همه ها. مشخصی همه رسانه های دنیا حالا ما الان خب به هر حال داریم اخبارمون از رسانه های فارسی زبان میگیریم دیگه دلم میخواد که اگر که کسی یک ترجمه مستقل کرده از این صحبت ها بعد نگاه کنم ببینم دقیقا چیا گفته شده من حتی در مورد همین نشست دیروز هم اولش توی اون لینک فیسبوک بودن ولی خب لینک فیسبوک چون مستقیما استریم میشد از طرف خود دانشگاه ترجمه میشد ترجمه انگلیسی همزمان میشد من اونم نگاه نکردم که ترجمه انگلیسی چون میخواستم دقیقا جملاتی که خودشون میگن و به فارسی که بعد حالا این ایران اینترنشنال فارسی نشون میداد تیکای انگلیسی رو مثلا ترجمه میکردن اونم بعد آره, آره. بلی بلی من اونم سوئیچ میکردم رو فیسبوک بله ولی خب <تصفح> کوتاه بود چون به غیر از نازنین بنیادی و حالا یه چند رضا آره. پهلوی بیشتر فارسی آره. جواب دادن خب تیکه هاش کوتاهتر بود انگلیسی ها هرچند که من واقعا لهجه نازنین بنیادی و ترجیح میدادم خودش رو بشنوم دیگه ولی این هی سویچ کردن کار سختی میشد یکی یه توییت بالی زده گفتش که شما فقط بیا... نه توی فکرم ایران اینترنشنال بعد از اینکه این تموم شد یه شخص اردو بودن اسمش گفت آره. بود. شما فقط مقایسه بکنید دیگه زبان این افرادی که اینجا نشسته بودن کلاس افراد که مثلا اینجا نشسته بودن سوادشون و با سران جمهوری اسلامی احمد نشان رو زد که مهدوی آزاد مهدوی آزاد داره رفیق همه هپی آره. نیو yes, yes. 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 ببین حالا جلسه پیش بود یا جلسه قبلترش بود راجع به این صحبت شد که فکر کنم خودت بود گفتی که مردم میگن که خب ببین عکسای قدیمی زمان محمد رضا شاهو میذارن میگن ببینید مثلا چی میپوشیدن چقدر اه. مثلا فاخر پوشیدن ببین حالا واقعا اون دلیل نمیشه هر چند که واسه کسانی هم اگه دلیل هستش برای خودشون حتما محترمه من شاید مشترک نباشم تو نظری باشون ولی واقعا خب اینی که نماینده کشورت چه شکلی هم هستش توی خب دنیا بهت یه هویت بهتر یا بدتری میده دیگه من واقعا داشتم چند وقت بیشتر یه چیزی داشتم تحقیق میکردم سر و احمدی نژاد که نگاه میکردم با اون کتش که میگفتم به مزاعده بزار بابا احمدی مود شد انا خیلی باره. ما بعد ما رفتیم ایران یه سفر واقعا توی شیراز داشتن یزی میفروختن به نام کاپشن احمدی احمد نژاد یعنی اصلا اون رنگ شده بود اصلا خسته و... حالا بحث لباس و آوتفیت شد من یه عکس هم اومد از این چهار نفری که حضوری با هم صحبت کردن یه عکس اومد چهار نفری با من یه همین دقت کردم به عکس و لباس هایی که پوشیدن ام... م... چیزی که من دستگیرم شد این بود که اومدن واسه کار کردن نه اومدن مثلا واسه تو جلو دوربین و مثلا لباس آهده. فنسی بپوشیم و اینا اون اون حسو من گرفتم البته اینو بگم الان... لباس درست و رو قاعده بوده. لباس فنسی الان اساس دیگه زیش عوض شده یعنی یه لباس خیلی عجق و جغل. الان دیگه لباس فنسی محسوب میشه نه مثلا منظورم اینه که شوتوری نبود آره، که ما نیومدیم حالا مثلا آره. کربنده گوچیشو ننداخته بودم بیرون <laughs> کار بند گوچی رو بیرون <تصفيق> <تصفيق> کفش کالج بپوشن نه ببین حالا به راجع به نازنین بنیادی اون سه نفر دیگه پاستا سیاسی ها دارن آره ولی خب مثلا نازنین بنیادی یک هنرپیشه بنامیه که واقعا دمش گرم یعنی تمام این مدتی که واسه این کار عظیمی که داره میکنه تو این فیلم داره بازی میکنه همه همو رو گذاشته که صدای مردم ایران باشه اون به هنرپیشه هستش که یکی از مشخصه هاشون اون شکلی که دارن ظاهری هم زاهر. که میسازن هستش میدونی خب واقعا اینا به نظر من همه این نکته ها رو یه نفر نوشته بود این شماهایی که زبان بدن و اینا بلد نیستین سکوت بکنین <تصفح> لازم تو 24 دقیقه قدم مورد زبان بدن بگین ولی دیگه حالا ظاهر رو که آدم میبینه دیگه چشم داریم میبینیم که واقعا خب خیلی خوب بود و اون عکسه که اومد بیرون به کارو مسیج زدم گفتم من واقعا بغض کردم من چون خب الان چند ماه گریه نکردم فقط بغض کردم نه 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 قبلش مسیح داشت هی سلفی هایی که میگیرن با همدیگه رو پست میکنن را آره آره خب خیلی جالب بود اتفاقی بودش که فکر میکنم که الان پنج ماه بود که همه آدما از موقعی که این اسامی اومد بیرون منتظرش بودن دیگه واقعا هر چه قدم آدم قابلی باشی خردمندی باشی اگه واقعا ظاهر آراسته نشه توی این حالا جوامع بینالمللی کمتر شاید جدید بگیرن دیگه میبینی به هر حال هر چه قدم خردمند باید یه مینیمومی از آراستگی داشته باشی یعنی ریش نامرتب موی مثلا ژولد پولیده صورت خیلی عجیب داشته باشی یه ذره شاید جدید نگیرن یه فیلم خیلی قدیمی هست حالا اصلا یادم نیست کمدیه ولی راین uh, گازلینگ بازی میکنه بعد به یه آقای مثلا میان سالی که زنش داره ازش جدا میشه خب میگه که این خیلی مثلا یه بچلر uh, خیلی مثلا خوشتیپ خود راین گازلینگ خیلی خوشتیپه و این حرفا بعد با این آقای میان سال رفیق میشه این هم همش خیلی مثلا ناجور لباس میشه خیلی خسته لباس میپوشه اینا توی صحنه بهش میگه که uh, شما ستیو جابز هستی اون میگه نه میگه که خب پس چرا اینجوری لباس میپوشی حتی استیو جابز ازش هم اینجوری مثلا لباس میپوشید و این حرفا حالا من به نظرم میاد که آدما وقتی که با استیو جابز میشن دیگه کسی به اون نه اون خردشون نه اون موفقیتشون دیگه شک نمیکنه چون <applause> یه چیزی ازشون ساخته شده اونا آدمای ساده پوشی هم میشن ولی منم خودم به نظرم ببین... مرتب بودن احترام به خود و احترام به بیننده است نه من اصلا به ساده پوشیش کاری ندارم میتونه ساده ساده باشه ولی مثلا پیرنه چروک نیست آراسته باشه مرتبه <applause> میدید چی میگم یعنی کریه نباشیم قدمون هده میبینی کراهت ازش میباره کریه هل تو آره حالا از ظاهر بگذاریم خیلی گفتم شاید برای سری آدم مهم باشه نه چهار صفحه و نه خب اینم که گفتم مم... ما رو یه نکته دیگه نازنین بنیادی تو این پیما فارسی شد دیدین چقدر ایمپروف کرده حالا من میگم ایمپروف <سخن> خیلی نکته ای بود که منم من, من قبلش فارسیشون رو نشیده بودم یعنی همیشه دوست داشتم انگلیسیش رو بشنم هیچ وقت نخواستم فارسی همه اینجوری هم همه فقط اومدی ولی <سخن> <بقید> ببین <سخن> اصلا فقط حرف بزنه من نگاش کنم اینقدر این زن اصلا ام... خوبه حالا ببین خیلی مثلا چندین تا آخر نازنین دیگه هم داره نازنین افش... افشین جمع هستش داره تلاش میکنه نازنین نور همشون و خب این سه نفرم هم بیشتر همیشه هم من فکر کنم مخاطبین بیشتری دارن غیر فارسی زبان همین که خب به خاطر مشاغل و کارهایی که داشتن و این حرفام انگلیسی بیشتر صحبت میکنن ولی واقعا آدم کیف میکنه خب کیف میکنه وقتی که یه نفر با اینقدر متانت با این آرامش صحبت میکنه میدونی واقعا آدم کیف میکنه ولی من یک بار فکر میکنم چندین سال پیش یه تلویزیون ایرانی فکر میکنم باهاشون مصاحبه کرده بود توی یوتیوب دیدم دفعه اولی بود که فارسی صحبت کردنش میشیدم خیلی هم بامزه بود یعنی شما امیر عبداللهیان صحبت کنی، کیف نمی کنی؟ چرا من اصلا اینقدر کیف می‌کنم اونجا من همش این پایما بغض کردم اونجا گریه کنم دیگه اسم این کریم کسی که مودراتور بود اونجا اسمش فامیلیشونو من خیلی هاد. حاجی پا، نه کریم سم... خب چرا ما رو میندازی تو این داستان که خواستم بگم نه, نه نه توی که... حالا این شخصم من توی مدت خیلی ازش مصاحبه اینا دیدم خیلی آدم سجاد پور سجاد پور. خیلی آدم خوبه فالوش هم و هم دیدی دی جی بود از من خیلی آدمه دقیقا تاریخ و خونده یعنی برای هر چیزی که میگه مثال میاره و این خیلی پاگاهه. ملموس میشه حرفایی که میزنه رو آدم میتونه حسش بکنه اینم اینم به من خیلی آدم خوب که من نمیشناختمش قبل از این پنج ماه و خوشحالم که یه سری آدم قابل خارج از ایران رو شناختیم و میتونیم دنبالش آره میگم همون او اوایل خیزش یه،, یه نفر یه توییتی زد که جمهوری اسلامی اون موقعی که این همه آدمای حسابی رو تارو مار از مملکت باید فکرش رو میکرد یه زمانی اینا هم دیگر رو پیدا میکنن میان بالا سر و میان بالا سر دقیقا همین اتفاق افتاد و البته حالا همه اینا رو ما داریم میگیم در مورد خارج فوکس کردیم امشب به خاطر این هستش که امشب امروز به خاطر این هستش که این نشست توی حالا آمریکا بوده و گرنه اون بحثی که بچه های ایران چه کارهای مهمی دارن میکنن اون واقعا یه بخش دیگه من میخواستم اینو بگم الان تمرکز روی این نشسته خب یه جمله خیلی خوبی که گلشیفته گفت و به نظر من اصلا این سراحت کلاماشون خیلی خوب بود <applause> دیگه خیلی سریع همشون اومدن این در واقع موازهشون رو گفتن گلشیفته گفت جمهوری اسلامی اصلا برنامهش همیشه از اول این بوده که بین ما تفرقه بندازه و کسانی که باعث این از همپاشیدگی میشن و از این از همپاشیدگی طرفداری میکنن دیگه دارن توی زمینه جمهوری اسلامی بازی میکنن من خودم فکر نمی کردم که این این سراحت رو از خود گلشیفته بشنوم حالا اونم به خاطر پیش زمینه من نمیشناسم ایشونو که به خاطر حالا حرفهایی که تو این پنج ما آدم های مختلف اومدن زدن و تویت های خودش اه گلشیفت دو تا چیز دیگه هم گفت اگه تموم شده آره آره بگو بگو اه، اه، که من نظرم رو جلب کرد یکی اینکه گفتش که اگه بخوایم از الان بحث این رو داشته باشیم که نم. حکومت بعدی باید چه شکلی باشه که قدرت داشته باشه خیانت به این در واقع خیزش انقلابیه که اینو من خیلی دوست داشتم و دو اینکه از طرف خودش علی کریمی صحبت کرد و ما ها اصلا دنبال هیچ پست و مقامی نیستیم اینم را این به راحت گفت خیلی برای من جالب بود ولی در مقایسه با سه نفری که حالا ویدیو فرستاده بودم من خودم از طرز صحبت کردن گلشیفته و حرفایی که بیان کرد بیشتر خوشم اومد تا خانم شیرین بادی و آقای محتدی درسته خب بالا اونا کارکشته ای این قضیه هستن. بود؟ نکته که میخوام بگم اینه که ادبیات این آدم به نسل معاصر نزدیکتره. ن... ماهای هستیم که حالا ما که خارج از کشوریم بچهای همسنوسال ما توی ایران هستن که در واقع این انقلاب رو دارن پیش میبرن. ادبیات آدمی مثل گلشیفته که توی مدت زمان کم میتونه حجم اطلاعات زیادی رو منتقل کنه خیلی به مذاق ما بیشتر خوش میاد. تا آدم‌هایی که درست کار کشتن، تجربه دارن ولی ریتمشون دیگه به نظر من با ریتم دنیای الان ممکنه خیلی منطبق نباشه شرایط ایدال به نظر من شرایطیه که در واقع پیشبرنده در واقع این خیزش انقلابی آدم‌های نسل معاصرتر باشند در پشت قضیه مشاورهایی داشته باشن مثل خانم شیرین وادی مثل آقای محتدی که اینا تجربه دارن کارکشته هستند ولی خب اونقدر انرژی نسل ما رو هم ممکنه نداشته باشند اونقدر ممکنه منطبق با دنیای امروز نباشند من برداشتم این بود برای این حرفای گلشیفته بیشتر به گوش ما خوش اومد به خاطر اینکه نزدیکتر بود به نسل ما من دقیقا قبل اینکه شروع بشه نگرانی من از حالا بیشتر علی کریمی بود که چی میخواد بگه چون علی کریمی عادت همیشه حرف درست رو میزنه با ادبیات شاید یه مقدار مثلا نامناسب و خیلی آره طبقه بندی شده نیست و گلشیفته که اتفاقا دیدم این دو نفری که حالا با هم ویدیو رو فرستاده بودن بین اون سه نفری که ویدیو داده بودن این به نظر من بیشتر به دل من ادبیات خودمونی بود من فکر میکنم که خب گلشیفته اصلا اون اعتماد به نفس اعتماد به نفسی که آدم رو صحبت میکنن این اعتماد رو به مخاطبم به نظر من میده که حرفاشون نه که حالا الزامن جدی بگیرن ولی حرفا به گوششون خوشنوازتر باشه میگم با اون اعتماد به نفسی که نشسته صحبت میکرد اینی که آدما از خودشون و جایگاهی که دارن مثال میزنن من خیلی خوشم میاد از این همون به قول تو جمله که گفت در مورد اینکه معنا مثلا علی کریمی این جایی که هستیم از شما مردمه و دنبال هیچ پست و مقامی هم نیستیم آخه واقعیت هم هست اه. اصلا کارشون چیز دیگه ای هستش اصلا اون پیشرفتی که تو زندگی بعد بکنن اصلا توی یه وادی دیگه است آره ولی خب کلا خب دنیای سیاست یه دنیایی هستش که به نظر من یه ادبیات خاص خودشم میخواد و هیچ وقت هم اون سراحت و از سیاست مدارها نمیبینی به نظرم این چیزی که حالا بین خود همین پنلیستان داشتیم میدیدیم همین بود و حال شیرین عبادی عبدالله محترین همشون آدم های سیاسی تری هستن کما که بین کسایی هم که نشسته بودن این چهار نفری که بودن باز صحبت های نازنین بنیادی و حامد اسماعیلیون به نظر من خودمونی تر راحت تر بود چون حالا اون دو نفر دیگه اون سال ژورنالیست سالها سر کارهای سیاسی و مدنی و حقوق بشری میکنه و حالا رضا پهلوی هم که دیگه مشخصا کار سیاسی میکنه با این حرفا این خودمون بودنه به نظر من خیلی خوبه و امیدوارم که بعد از سقوط جمهوری اسلامی هم همینو ادامه بدیم و با همین خط بریم جلو خودکاستور خودکاستور آره یه نکته آخر فکر کنم این برنامه بود که یه دانشجو همون دانشگاه اگه اشتباه نکنم بحار. سوال پرسید یه سوال انگلیسی یه فارسی و به خاطر حالا جنزی بودنش خیلی خیلی سوال پرسیده شد قبل اون ولی هم حامد اسماعیلو هم مسیح علی نجات بیشتر روی سوال اون فوکس هن. و خیلی خوب بود به نظرم که اون نسل جوونه اونجا بود دقیقا. که س... یه... بگی آقا ما خیلی باشه. زیادی ما حواستون باشه خیلی خوب خب حامد اسماعیلی هم گفتش که ما امیدواریم که بتونیم ارتباط بگیریم با این جنزی داخل ایران به خصوص و بتونیم یعنی صدای شما رو هم داشته باشیم بدونیم شما هم چی میخواین چون به هر حال چی میگن بهش این شروع کننده و این کسانی که در واقع داره این جنبش بودن دیگه ام همین همین نسل ها هستن آره. فکر کنم از دهه 80 استفاده کرد آره. و یه جمله هم که گفت حالا بی رفت من یکی یکی یک ها یادم میاد حامل اسماینون گفت من از اینی که هی بگم نسل من نسل اون خیلی خوشم نمیاد اینا همه نسلان که آره. کنار هم هستن جالب بود به نظر من یاد همه اون دعواهای تویتری قبل این خیزش که به نسل دهه شست و دهه هشت و دهه آره نازنین به دموکراسی سکولار اشاره کرد به انگلیسی هم صحبت کرد که خیلی به نظر من خوب بود اصلا از همینی که از دموکراسی سکولار این کلمه خیلی قشنگ. خیلی, کلمه قشنگه گوش نوازی واقعا اشاره کرد خیلی خوشم اومد یه توضیح میدید ببخشید سکولار رو جدای دین از سیاست یعنی حکومت نباید از مثلا آمریکا سکولار نیست میدونید بله دیگه اونا که روی پولشون هم نوشتن این گاد we تراست آره اونا دین رسمی ولی مثلا کانادا دولتش سکولار، اروپا یا اکثریت فیلم دیدی؟ فیلم دیدی؟ نه, نه. <تصفح> خیلی جالبه من اینی که هیچ وقت خودم حالا دقت نکرده بودم که رو پولشون نوشته فکر میکنم که کلاس دوم دبیرستان بودم ایران معلم دو آره دوم مع... تاریخ میخوندیم سوم جغرافی چون یادتونه اینجوری بود یه سال تاریخ میخوندیم سال بعد جغرافی هر دوتا درس خواهش میکنم می دوم دبیرستان تاریخ داشتید؟ ببین یکی از سالها تاریخ میخوندی یکیش جغرافی کدوم بود برام همش با هم ما جغرافی نه دبیرستان من تاریخ نه ما جغرافی داشتیم خب یه سال تا تاریخ با... می داشتیم من اول ایران نبودم چون ولی حالا به هر حال معلمی که تاریخ تدریس میکرد جغرافی هم تدریس میکرد به همون تو این دو سال اون گفت اون گفتش که آمریکا کشوری هستش که اتفاقا سکولار نیست روی پولشون من همیشه تو ذهنم موند و بعد رفتم درسی در که هم دم درست آره میگن جدای دین از سیاست ولی این مذهبیون میگن سیاست ما اینه دیانت, 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 دیانت اینا مال خودشونه باید. که داشتیم پشت بیستومنی داشتیم تو قدرت بمونه همون بیستومنی که محمد الان بیستومنی محمده مبارکه <applause> یه yeah, um, چیزی که من باز خوشم اومد از صحبت های رضا پهلوی بود که به 42 سال فعالیت خودش اشاره کرد چون هی hey, صحبت از 44 سال um, وجود جمهوری اسلامی بود بعد اون دقیقا هی در مورد خودش که صحبت کرد چرا اون دو ساله چیه خب اون دو سال دو سالی بوده که توی تبعید بودن تو همه اون رزومه ها اگر خونده خب از باشی به اینجا. بله خب دقیقا از یک سال و نیم بعد اینی که مثلا حالا بره توی جاهای مختلف صحبت کنه سخنرانی کنه شروع بشه اینی که خیلی مثلا تاکید کرد روش و مثلا امانت داره اون دو سال بود من خوشم اومد بول نگرفت چرا چارش کنه آره دو. که مثلا بگه من از روز اول پروازمون مثلا پرید برم مثلا اMe. کار سیاسی کردم در دل... دو کتگوری درست نت... کرد از دو دست آدم ها رضا پهلوی توی صحبتاش که گفت دست اول که اون کینه ورزان هستن که اصلا دیگه ما باشون هم کاری نداریم و دسته دوم دسته هستن که ما بعدشون تمرکز بکنیم و باهاشون در واقع وارد مذاکرات بشیم اون دسته اول خیلی خوشحال شدم میگم دیگه انقدر سراحت داشت حرفاشون دیروز که آره جایی برای آدم آره, واس... آره جایی واسه این که نه این مثلا این جمله رو گفت منظورش همین سراحت کلام و مردم دوباره دارن الان آره <تصفح> از توش چیز میز در میارن ولی خب حالا اینم به هر حال ولی نو بود <تصفح> این سراحت کلام بله. یعنی خیلی وقت بود که از اپوزیسیونی این رو نشیده بودیم به از یه سری آدمی که وانشان نمیشه از گذاشت ولی از این اشخاص معمولا توی لفافه صحبت میکردن حرفشون رو سیاست مدارانه دیگه آره. ولی یه جوری بود دیروز که احساس کردم واقعا اومده بودن چون وسط حرفشون جوکم داشتن آره خیلی اونش خیلی, خیلی خود, خود بودن. بود, آره. بود آره. ورک فکر میکنم از رو خودکست تقلب آره. کرده بودن آره آره, آره. حالا اسمشون آره. اومد همه رو دعوت میکنیم به خودکست بزنم بیان صحبت آقای اسماعیلی من من از برنامه رو میام بله بله شما شما اسمشون اومد آره بعد بیان آره ما همینجا میشینیم همه کنار هم خیلی تنگ و اون آره یه جا ما علی کریم بیرون فوتبال بزنیم باشه تو حیات علی رو میشینیم اونور دسته دوم هم که گفت خوش اومد گفت اون کینه ورزان همه دیگران کسانی که با علم به اینکه شاید اختلاف نظر باشه اختلاف نظر بین اون باشه دشمن هم نیستیم این قشنگ یعنی دیگه مشخصا یه مرزی هم مشخص شد ببین آخه این همه حرفایی هستش که توی دنیای حالا ماها که فقط به سوشال میدیا الان دسترسی داریم همون حرفایی که همه همش داریم میزنیم راجع به گروه هایی که اصلا دیگه مشخصن با این خیزش دارن مخالفت میکنن دیگه مخالفتشون از اینی که فلان گزینه نه این گزینه آره و اینا خارج شده و مشخصا دیگه دارن کینه ورزی آره. میکنن خیلی کرم خوبی بود اون کینه ورزی به نظر من این سراحت رو توی اون مسابقه من و تو هم ایشون داشت مثلا ازش سوال شد که حالا اون که خیلی مشخص بود ولی در مورد گروه مجاهدین سوال شد که خب اوکی من بیام با اینا صحبت کنم ولی تو اولین جمله ای که بخوام با هم حرف بزنیم سازمان اینا اجازه نمیده که بیان در مورد همون سکولار بودن یا حالا مسائل دیگه یعنی خیلی خوبه اینکه دایرکت اینا رو میگه ببین من فکر میکنم که جدا جدا همشون حالا به غیر از شاید حامد اسماعیلیون که به اندازه بقیه مثلا به اندازه مسیح و مسیح علی نژاد و رضا پهلوی مصاحبه های چیز نکرده جدا جدا سراحت کلامشون بود مهم این بود که وقتی کنار هم هم نشستن اون سراحت رو نگه داشتن دایرا. و به نظر من اصلا از مدل واکنش هایی که به حرف های هم داشتن مشخص بود که بارها و بارها این حرف ها بین خودشون شده آه. و هر کدومشون دیگه مثلا یهو تعجب نمیکردن از صحبت دیگری آره. که مثلا او خواستگاهت این بود نه اینا قشنگ معلوم بود که صحبت ها شده اون چیزا چلونده شده و حالا اومدن این سرعت کلام هم نگرداشتن بعدم که گفت رضا پهلوی که دیگه پیام ما به دنیا مشخصه دیگه بعد از شعار بگذریم آسینامون رو بدیم بالا و کارمون رو شروع کنیم یه سوال پرسم الان که میگیم اینا قبلا خیلی با هم دیگه صحبت کردن و اینا به نظرت این توی سه ماه گذشته بوده واقعا یا توی یک هفته گذشته اینا به یه توافق رسیدن به خاطر که خب این در واقع جورج تام خیلی دیر اناونس شد یعنی فکر کنم سه شنبه شد جمعه قرار بود که اینا ها. این صحبت داشته باشن هفته قبلش این بود که یه توییتی زده شد از همشون انتشار پیدا نکردم که بود دو هفته پیشش بود نه پیش چیزی بود بله ده بله این به نظرتون که اتفاق افتاده بود یعنی توی تمام و اون طول مدت هم اینا به این همبستگی رسیده بودن یا اینکه ام... نوعه من بگم میخوای ام... ببین من نه من نمیتونم قبول بکنم که این اتفاق یه چون دیگه جامعه ایرانی رو میشناسیم دیگه من خودم الان به عنوان یک فرد نونیمه که اصلا تو کار سیاست هم قبلش نبود کار گروهی داریم میکنیم توی شهر کامینتی بسیار کوچیک داریم میبینیم مسائلی ام. که پیش میاد و اینا سخت. به،, نظر من آره نه اینا خیلی وقت هستن صحبت میکنن من حتی اصلا بعید نمیدونم که قبل از اینکه خیزش شروع بشه یه سری از چهره ها به هر حال با هم دیگه در تماس بودن خیزش یه خورده سرعت داد به مسائل خب احساس من این هستش ای که دلایلی که دیر انانس کردن این بودش که میخواستن پیشگیری کنن از همه اون فرافکنایی که میشه توی دنیای مجازی این مهمه من یعنی خودم که داشتم فکر میکردم بهش فکر کردم که دقیقا من هم اگر بودم چون قرار بود آنلاین باشه آره. اون کسانی هم که میرفتن و مهم بود برشون بودن اونجا دو روز قبلشم شب قبلشم میگفتن میرفتن آره. خب آره. من فکر میکنم که یکی از دلایلش که یه بازه زمانی کمتر از یه هفته گفتن که این نشست مثلا روز جمعه جمعه برگزار میشه جمعه رو دیدی چیز دیروز جمعه بود دقیقا به خاطر این بود که میخواستن جلوگیری کن از اون فرسایشی که شروع میشه توی دنیای مجازی من و کارونم قبلی صحبت کردیم تقریبا هم نظر بودیم روی اینکه اینا میخوان از پاتک جمهوری اسلامی در واقع جلوگیری بکنن چون که میدونی تا اناونس شد که دیگه ارزشی و بسیجی ریختن تویتر مثلا اینا رو زدن شروع کردن نمیشون صحبت کردن ولی به نظرت پس این در واقع همبستگی وجود داشته توی چند ماه گذشته و الان تازه حالا ببین, ببین. به سمر نشسته من حتی من کلم همبستگی رو خیلی دوست دارم خودم استفاده بستگی خواهم بستگی خودم هم همینطوری استفاده خواهم کرد ولی من فکر میکنم که به هر حال یک مسیر در حال حرکت و پویاست <applause> یکی از دلایل دیگه شاید این باشه که دیگه تصمیم گرفتن اون منشوری که ازش صحبت کردن و آخر فوریه منتشر کنن حتما خودشون ملزم دونستن که قبلش بیان پیامو بدن و بگن که این منشور چون شما وقتی که با یه حکومت فاسدی مثل جمهوری اسلامی به نظر من طرف هستین که 44 سال تفرقه اندازی هم کرده و از طریق همون تفرق هم حکومتش رو ادامه داده باید هی سرعت کارارو که زیاد بکنی هیچی بعد باید زمانبندیت هم یه جوری باشه که دقیقا از اینی که اون بتونه اون حملات گستردش رو شروع بکنه جلوگیری کنی چون ببین واقعیت این هستش که ما همش در مورد ارزشی سایبری صحبت میکنیم توی حداقل شبکه های اجتماعی خیلی از آدمای دیگه هستن که نه تو کتگوری ارزشی قرار میگیرن و نه سایبری و بعد مدام مخالفت فقط میکنن اصلا یه سری از آدم روحیه مخالفت دارن بله. که خود اونام به هر حال اون فرافکنیه اون فرسایشه رو خیلی عمیقتر میکنن من فکر میکنم همبستگی و مرحله اول شکل گرفته یه چیزی هستش که مدام باید ادامه پیدا بکنه احتمالاً بین خودشون حالا ما که نیستیم اونجا خیلی ممکنه اتفاقات زیادی بیفته خیلی مخالفت ها ممکنه بشه ولی میگم دیگه همشون حداقل اون چهار نفر پنلیستی که اونجا حضور داشتن گفتند یه گفتن که فقط بعد بدونیم با همه اختلاف نظرها دشمن هم نیستیم دشمنمون هم فقط یک کسی هست یک یک واحد به تازه واحد هم نگیریم بهتره مسیح قشنگ گفت گفت خیلی از این اختلافاتی که میگن فقط تو فضای مجازی ما پشت پرده صحبت میکنیم مثلا, مثلا خیلی استرس داشتن یعنی روی این خیلی آره. تاکید کردن خب یه جایی حامد هم حرف جالبی زد که من خوش اومد گفتش که مثلا یه سری نگران حالا نقل به مضمون میکنم نه به لفظ گفت نگران اینن که حالا هایجک بشه و بعدا یه سری قدرت رو در دست بگیرن گفت خیلی نباید نگران این موضوع بود اونم به نظر من یه ذره خیال ها رو راحت میکرد چون بالاخره واسه این آدم یه سری طرز فکر رو نمایندگی میکنه و هر کدوم از اونها یه سری طرز فکر دیگر رو این داشت خیال مثلا کسایی که شاید این نگرانی رو میداشتن و راحت راحت میکرد که خیلی هم نباید نگران هایجک شدن قضیه بود یه جان پهلوی حامد اسماعیلیون رو حامد صدا کرد بعد گفت من و حامد فلانی هم چیزی بعد تو توییتر نشودن اینو کی به فرست نیم بیسز اینو باید جواب خیلی بعد تو فرنگ همه چی به فامیله و لقب و اینا من یادم اوایل اومده بودم خیلی برام عجیب بود مثلا تو استاد تو با اسم کوچیک صدا می کنه بعد میفهمی این اصلا کمک میکنه به کار به یه چیز جدیدی بود کلا واسه ما هم توی این دنیا ایران آره ببین حالا مسیح م... م... علی نجات خیلی سال بود اینو شروع کرده بود یعنی مثلا مصاحبه هایی هم که میکنه حالا یکی از بچه ها که خودش میدونه کی از من ناراحت نشی از زبان بدن میخوام بگم ولی کلا خب خیلی راحت میگم باز با اعتماد به نفس صحبت میکنه خیلی خودمونی صحبت میکنه و به هر حال الان یه عمر طولانی هم توی میدیای خارج از ایران داشته آدم به هر حال چیزایی رو یاد میگیره نه. و عادت بهش میکنه با این حرفا ولی منم خودم خیلی اتفاق خوبی اینو میدونم که از این ببین احترام گذاشتن خیلی خوبه و خیلی هم واجبه منم اینی که دیگه حالا سری همه با هم پسرخاله خاله بشن و نمیپسندم ولی آخه تو همون متن خودمونی بودنم احترامه رو میتونی حفظ بکنی و خب خیلی هم میتونی اصلا یک محیط دوستانه مناسبی درست بکنی تا این شق و رق بودن القابو از احترام با لفظ نمیاد مثلا تو میتونی به یکی بگی آقای دکتر آره. میگی آقای دکتر از دو دکتر آره حالا آره ببخشید میگم ولی میگم بشین به تمرک بفرما هر ستاش یه معنی ولی میده آره. بار کلمات هم منظورم اینه که مهمه ولی آخه تو حتی از کلمه به قول خودت با با اصلا اون تونی که داری و این حرفامون احترام هم میتونی برسونی اسم کوچیک اینجا باید همه اسم کوچیک نه گناز گفتش که اسم فامیلیه منم لطفاً به ایمان دست فکسه آره من اسم فامیل خودم توی ام. من حتی توییت هم که می نویسم اسم فامیل ها رو می نویسم مگه چنل یوتیوب آره نه نه ممکنه, ممکنه قاطیشه مثلا چرا بگی مسیح همه میدونن مسیح کیه ولی نازنین بگید مثلا این نفر دیگه ممکنه نازنین باشه ببین ولی آخر من خودم به نظرم دیگه اگه آدم بخواد عادل باشه در مورد یکیشون که اسم فامیل میگه در مورد بقیه هم بگه من مثلا یه چیزی که توی همین رسانه های فارسی زبان تحلیلگرایی که میارن صحبت میکنن حالا دیدین آدم وقت خودش چیز واسش مهمه تو بقیه هم دقت میکنه تقریبا همه زنها رو به اسم کوچیکشون میگن به خصوص مسیح علی نژاد مسیح احتمالا هم بیشتری آدما فکرشون همین هستش که مردم دیگه میدونن مسیح خودش یه برند احتمالا آه. خب ولی بعد مثلا پشت بندش میگن مثلا آقای عبدالله محتدی خب چرا؟ سن هم شاید داره جنسیت هم هست آیت الله خمینی چیکار کنیم؟ اونا رو هم دقیقا میخواستم بعدش بگم که ولی اونا رو دیگه همینجوری خامنه خمینی <laughs> عبداللهیان همینطوری بی بی سی ورژن عبداللهیان دیگه امیر دیگه بود کیو عبداللهیان میگم امیر بگی کسی نمیشناسه فقط بگی امیر عمیر عبداللهیان امیر عبداللهیان آره یه نکته علاقه عجیبی دارم چرا ما همه به امیر عبداللهیان داریم مثلا نمیدونم ایشون کیه آخه از همه بیشتر نمیدونم آره خب از اوه اون سی بیل چه رازه که فهمیدم فهمیدم خیلی آره آره فهمیدم انگلیسی خوبی هم صحبت نمیکنه اصلا ندیدم انگلیسی, انگلیسی عربیشو ندیدی عربیش عالی عربیش عربی صحبت کردنش ندیدی یکی از چیزایی که آدم هویدا رو میبینه بعد اینا می نه حالا ببین مثالو ببین هویدا رو اونجوری چیز نیاری یعنی میگم دوباره... که بند خدا رو آدم میبینه بعد نه اونم حالا یه نفر مثال زده یه نفر اومده بود نوشته بودش که بر همین نشست مونیخ از ظریف ببین رسیدیم به چه دلغکایی اون کی بود اون تویتر اصلا هیچ دیگه بابا اصلا کی کی به کی به کی هستن اصلا. اصلا کی به کیه دیگه <تصفيق> <تصفيق> یه, یه مشت هستن دیگه دور هم جمع برو, شدن برو همین همین فرمون رو برو شما در اوج میگیری آره دیگه دارم به خود اصلا منتظرم شهر روز در شهر ادبیات شهر روز که بیاد اون روز روز اوج یک از سوالای مهمی که ازشون شد آها در سوالا که داشتین حرف میزدین خیلی معدود سوالایی بود که من دیدم که آدم ها از یه شخص خاص تو پنلیست ها پرسیدن مثلا بگن این سوال برای شماست خب و من خیلی اینو خوشم اومد که اصلا با اینکه خود کریم سجادپورم هم لازم نبود مثلا نوبت ها رو بده اونا خودشون بین خودشون شما اول جواب بده شما اول جواب و همشون تقریبا یه صحبتی کردن راجع به سوالایی که شد مهمترین سوال این بودش که این انقلاب مرده یا زنده من حالا اینا رو پس و پیش دیگه میگم حرفایی که زدن ام صحبت آم برای... حتما باید کارگردان بشی کارگردان باید بشی ما رو تو زمان هی آره دو آره. آره. اون به خاطر چیزه فرار بودن اطلاعاته حرف مسیح علی نجات خیلی درخشان بود گفت این حکومته که مرده نه این انقلاب این, این حکومت دیگه مرده و اینی که فکر میکنن حالا یعنی جهان فکر میکنه فقط وقتی مردم کف خیابون هستن انقلاب داره اتفاق میفته انقلاب ها فرم های مختلفی داره چون بلافاصله قبلش هم حامد اسماعیلیون به اینکه به تاریخ جنبش ها و انقلاب ها رجوع کنین همون چیزی که من گفتم تاریخ نمیذارین شما ها الان دو هفته است نذاشتین من به تاریخ <تصفح> رجوع کنم <تصفح> شما تنها نیستی اگر که فکر کردی که نمیذاریم شما حرف بزنین تنها نیستی هر کی میشینه ما نمیذاریم کارشو میگم مسیح علی نجات به این اشاره کرد قبلش هم حامد اسماینون گفته بود خب به تاریخ جنبش ها و انقلاب های دیگه بپردازین اینی که همش همه فکر میکنن انقلاب فقط در صورتی که 24 ساعته مردم بیدفاع به خصوص حالا در قبال یکی از واقعا کسیفترین حکومت های یک سده اخیر این واقعا باور شخصی من هستش برن تو خیابون بوش بندشم رضا پهلوی گفتش که جهان خون زیادتر مثل که میخواد ما همه سعیمون رو داریم میکنیم که هزینه جانی رو بیاریم پایین شما اگر که فکر میکنین که هی با خون میخواین به دنیا نشون بدین که یعنی دنیا این انتظار رو داره که هی خونهای بیشتری ریخته بشه این همه خون ریخته شد تو این پنج ماه دیگه یعنی چی؟ این انقلاب شروع شده و ما هم سعیمون این هستش که این هزینه های مردمی و جانی رو بیاریم پایین از لفظ سلاخی استفاده کرد. دقیقاً آره. آره قبلش هم چیز قشنگ گفت که آقای اسماعیلون گفتش که ممکنه یه ذره الان فروکش کرده باشه ولی موج بعدی را میفته و قدرتمندتر از قبض میشه اینم خیلی حامد حامد آخه دیگه گلناز حامد اسماعیل ما رو دیگه من نمیدونم من می‌خواستم بگم حامد, حامد بعد گفت فامیل خب بچه یکی از دوستان مشترک هممون هی داره به من زنگ زنه من بقیتش کنم میخوایم بیارمشون رو خودکست ترکانه میخوای بیارمش رو خودکست یه مثال خیلی جالبی زد مسیح علی نجات در مورد اینکه گفت توی دنیای جورنالیسی زربل مسئله هستش که میگه There is a saying in journalism when it bleeds it ایت که خب بعد من اینو رفتم خوندم دیدم که خب چقدر جالب بود که هی دنیا فکر میکنه که هی این خونه خون خون که بیاد یه اتفاقی یه تغییر خیلی عظیمی داره اتفاق میفته در صورتی که همون برگشت دوباره به فرم های مختلف انقلاب ها در غرب این صحبت مسیح بود باز گفت در غرب چقدر میخواین خون ببینین که بفهمید این انقلاب هنوز زنده است فکر کنم هست لیدز ایت لیدز لیدز پس leads. من همون آقا ولی اینم من رفتم چک کردم ایت بریدز اونم هست که یعنی دوباره یه چیزی رو شکوفا میکنه آره ایت لیدز پس لید میکنه آره لید خب من اونجا ما خیلی نشیدم دقیقا نفهمیدم چی گفت رفتم بعدش همونی که خودم شنیدم و رفتم سرچ کردم یه چیزی آورد پس مرسی مسیح علی نجات در مورد این که این, این حرفش هم نظر من خیلی جالب بود گفتش که تو دنیا دیکتاتورها به هم کمک میکنن جمهوری اسلامی به اسد کمک میکنه چین به پوتین کمک میکنه پوتین به این کمک میکنه کشورهای دموکرات اینا هم یاد بگیرن که دیگه به هم کمک بکنن اینا هم دیگه پشت هم باشن این حرفش هم به نظر من بازی که از اونایی بود که آدم مدام بهش فکر میکنه ولی وقتی یه نفر اینطوری سریح میاد یه چیزی رو میذاره جلو به فکر میکنه واقعا همینطوره خب کسی چیزی نمیخواد اون فرخ نشد اسم شو همی؟ <تصفح> فروختن گفت این لامصب دیکتاتوری جمهوری اسلامی رفتن همه دیکتاتوریهای های دیگر رو م... چیز مطالعه کردن, آه. برداشتن یه مجموعه درست کردن به اسم جمهوری اسلامی <تصفح> و سپاه تنها کاری که جمهوری اسلامی درست انجام داد این شیوه دیکتاتور بودنه یعنی yani خیلی با مطالعه انجام شده احساس میکنم خیلی البته برای این برای این دولت های دیکتاتوری جون آدم ها که زیاد ارزش نداره انقدر جون آدم ها رو گرفتن تا ببینن چی کار میکنه دیگه از یه برم اونطوریه شاید اونم درست انجام ندادن یعنی میتونستن با هزینه کمتر شاید همین مدل دیکتاتوری رو انجام بدن ولی خب ببین آخه اینا تو هیچ زمینه ای حالا اگر که زمانی برسیم به اون تاریخ خب اول انقلاب و جنبش زنان یکی از اتفاقات خیلی ناراحت کننده ای که افتاده حالا میخوام برسم به این اتفاقی که الان داره میفته این هستش که میگن جنبش زنان پویایی خودش رو از دست داد و کلا کنار زده شد به خصوص دهه 60 به خاطر اینکه قوانین که زمان محمد رضا شاه و حالا زمان رضا شاه یعنی زمان پهلوی ها در رابطه با زنان جمهوری اسلامی که میخواست بذاره کنار اکتیویست های زنان هیچ کدوم خیلی باهاش اعتراضی نکردن چرا؟ چون انقدر روی کرده سیاسیشون مخالف پهلوی بود که نمیخواستن باور کنن که یک قانونی اون زمان تصویب شده باشه که خوب باشه خب؟ <applause> حالا و... به نظر من این مهمه در مورد جمهور اسلامی ببین اینا دیگه بارز یه کاری کردن که داشتم فکر میکردم که اتفاقا وقتی سقوط سو... کردن این این فکر رو من خودم توی ذهنم داشته باشم که برگردم ببینم که هیچ چیزی بوده زمان اینا جلو اومده باشه که خوب بوده باشه ولی ببین به هر بخشیش که داره نگاه میکنی نابودی بوده آره نه برای آره. نابود کردن مردم رو نابود کردن مردم رو به قول تو که اصلا براشون مهم نیست میکشن کشور به تاراج رفته در واقعا این اشتباه من اصلا کردیت دادم به جمهوری اسلامی حتی تو دیکتاتوری هم اشتباه اینم من بگم به اشتباه خودم آگاهم. یه چیز خیلی مهمی که گفتن در مورد معجزه صحبت کردن که تا با صحبت نشده بود حامد اسماعیلون اصلا در مورد چهار اصل صحبت کرد که چون ازشون پرسیدن که خب مثلا سوال این بودش که دلایلتون به قول کارون که الان گفتش که به هر حال هر کدومشون با یه روی کرد و با یه خواستگاهی اونجا بودن حامد اسماعیلون به محیط زیست اشاره کرد که من اتفاقا پهلوی هم اول شاخه حامد اسماعیلون آه. پیش گشید. اجازه بدین من میخوام چارمش به محیط زیست مربوط بله باید. گفتش من حالا الان اون یه تیکر رو تو اون گروه نوشتم براشون گفتش که من به آزادی به دادرسی عادلانه محیط زیست و یک گزینه دیگه یه چیز مدنی. آزادی آزادی مدنی. مدنی. آزادی مدنی آزادی م. مدنی صحبت کرد برابری مدنی بر... بر... اولین باری بود که توی حالا این صحبت هایی که میشد در مورد محیط زیست هم صحبت میشد چون که واقعا گل کاشته دیگه جمهوری اسلامی واقعا واقعا افره... این دو تا برن تازه باید بریم بزنیم تو سرمون ببینیم محیط زیست کشور باید چیکار کنیم هر گوشه با یه نفر داشتم چند پیش صحبت کردم که مسئول شده بود برای حالا رسیدگی در واقع تحقیق در مورد محیط زیست و دریاچه‌ای که تو ایران داره خوش میشه و میگفتن اگه واقعا تا پنج سال آینده به این رسیدگی نشه اون فاجعه محیط زیستی که در ایران اتفاق میفته دیگه غیر قابل بازگشته و حتی الان هم دیره یعنی الان هم یک بودجه خیلی عجیبی میخواد برای اینکه بتونی اینا رو زنده کنی و اگه زنده نکنیم. کل معتیزیسته اون اطراف از بین میره ادامه حرف ایمان یه مسابقه دیگه من دیدم فکر میکنم خود صداسی ما بود اگه اشتباه نکنم نه یه آقایی بود میگفت من با هزینه شخصی خودم رفتم این تحقیقاتو کردم توی فیلد در واقع نمیدونم اسم دقیقش چیه ولی که بخوای زلزله ها رو در واقع مم. چیز کنی پیش بینی بکنی اگه منطقه زلزله در مورد خود تهران توسط این زلزله های اخیری که توی ایران و ترکیه اتفاق افتاد ایشون تحقیقاتی کرده بود میگفت زلزله که اتفاق افتاد توی تهران همون ده دقیقه بعدش چار و نیم میلیون ما زخمی داریم آدم این, این میدونیم بعد رفته بود تحقیق رو در مورد بیمارستان ها میگفت 80 درصد بیمارستان های تهران خیلی 80 درصد بعد زلزله به خاطر حالا اون آبهای زیرزمینی که عملا نیست دیگه قابل استفاده نیستن و آره دیگه خیلی اصلا همین ادامش راهبندون و حجم آواری که تو خیابونی آره. کمک رسانی انجام نمیشه البته من. اون حجم از زلزله هر جور در مورد ونکوور هم صحبت میکردم میگفتم بیاد انقدر شیشه روی و ونکوور است که ماشینا نمیتونن رفت آمد بکنن حالا اینم هم بعد ببینیم همون معلممون که گفتم تاریخ و جغرافی در مورد چیز گفت واقعا حالا اسمشون نمیبرم چون شاید ببرم ولی واقعا یکی از آدم های بسیار تاثیرگذار تو زندگی من بود راجب زلزله تهران هم یه دفعه داشت توضیح میداد و اینا گفت بچه ها دقیقا همین بود جمله گفت بچه ها زلزله که میاد نگران نباشین زیر آوار میمونین اینا ما همه خب حالا آدم تینیجر خوشحال میشه و همه گفتیم خب ببین مثلا چقدر پروپاگاندا میگن زلزله بیا تهران بلافاصله بعدش گفت شما در آتیش میمیرین چون ام. تمام تهران آتیش میگیره با این سیستم های داغون و اینا تو آتیش سوزی میمیرین بعد همه دوباره خیابه ریخت گفت تو زیر زیر آوار کسی نمیمیره بیشتر یا تو آتش سوزی هم میمیره فقط به من یادن یک میلیون شیسته چلاه شیسته پنج همین در مساعت ایران یه چیزی همین به پدر مادر خود اوف نگوی اوف نگوی در نمیدونه پنبه لا اکراه هفت دین نه توشه شهرها هم همون میدونیم ایمان تقوی عمل ساله آره قسمتی از توشه, توشه. اصلا <تصفح> <تصفح> رضا پهلوی گفتش که من به قدرت مردم باور دارم اینم واقعا شعار نیست که حالا من چون کتاب رو خوندم مصاحبه هاشم فکر میکنم که توی این پنج ماه اخیر اکثر آدما دیدن مصاحبه قدیمی هم که نگاه میکنین واقعا این یه چیزی بوده که همیشه تکرار کرده در مورد حالا در ادامه همونی که در مورد جنبش ها و اینا صحبت می شد و اینی که انقلاب های مرده یا نه مثال زد از مارتن لوتر کینگ و اتفاقی که بعد از این که ترور شد افتاد حالا اونو خیلی تو دیتیلش نمیرم فقط می خواستم بگم که منظورش به این بودش که اتفاقات نقطه عطفی میشن که الهام بخش جنبش های مردمی هستن و این برمیگرده به همون سوالی که پرسیده بودن که این انقلاب مرده بعدم یکی از چیزهایی که من خیلی خوشم اومد با سراعت کلامشون در برابر غرب بود حالا در برابر غرب که ما به خودمون اتکا میکنیم ما به منابع خودمون اتکا میکنیم صحبت محیط زیست که شد رضا پهلوی گفتش که ما کارشناسانی داریم که تو تمام امور اون وقت میان کمک میکنن یعنی فردای پی... آره فردای پیروزی در مورد میگفت اتکا به منابع خودم میگفت ما کارشناسانی داریم که اینا همشون میان و روی مسائل مختلف نظر میدن مشاور می... مشاوره میدن کار میکنن و این حرفا میگم من این سراحتش رو در برابر چیزی هم که حالا حتما صحبت هایی که میرن با سران کشور دیگه میکنن این سراحت رو باز تو همشون هم دیدم چرا گفت از اسرائیل این, این من مثال زد مثلا جمهوری اسلامی هر کمکی بخواد از غرب بیاد و اینا جلوشو میگیره ولی ما اگه چه میدونم یه کارشناس اسرائیلی هم باشه ما مشکلی نداریم ورش میداریم از من دلوقتي خب. دلوقتي از یکی از چیزایی که میگفتن این بودش که فردای ساند. آره فردای بدون جمهوری اسلامی فردایی هستش که ایران با همه دنیا مماشات میگم مماشات با همه دنیا همکاری خواهد کرد برعکس گفتم همکاری خواهد کرد ما ماماشا. ما مماشات شده آخه این سه ای کلمات انقدر در این روزا استفاده میشه مماشات و مناقشات دو تا از یه لفظ دیگه هم استفاده کرد آقای پهلوی صد روز اول بعد از اول بعد من یه چیزی بوده که خودم همیشه بهش فکر میکردم که چه شما رزفره با هم با ما دیگه بر استپ بای استپ مثلا چی قرار اتفاق بیفته حالا نمیدونم تو اون منشوری که میگه قرار بودش که باشه تو اون منشور میگن آره، آره. که مثلا آره. چیه چون ببین منشور در واقع یک چکیده ای از برنامه هام قرار بود باشه دیگه یعنی اینی که چیه؟ الان اصلا چرا ما میگیم همبستگی؟ چرا اصلا حالا پنج ماه صحبت اعتلاف میشه و میگم حالا این صحبت بارها بارها من دیدم توی شبکه های اجتماعی میشه در مورد اینکه یکی از عللی که دنیا همش داره مثلا با دست پس میزنه با, با پا, پا, پا پیش میکشه این هستش که خب میخوام واقعا ببینن که ف... من فکر کنم دوباره توی یکی از جلسات خودم این جمله رو گفتم دنیا نخواهد گذاشت کشور 85 میلیونی یک روز هم بدون هیچ سیستم مشخصی باشه حالا این سیستم یا یه سیستم مثلا ائتلافی گذراست <applause> یا یه سیستمیه که مثلا بلافاصله جایگزینه جمهوری اسلامی بشه و این منشور فکر میکنم که همه اینا رو نه فقط واسه خود مردم ایران بلکه واسه دنیا هم مشخص میکنه که ما برنامه هم اون وقت فردایی یعنی از ثانیه که جمهوری اسلامی بگیم دیگه سقوط کرد و دیگه حکومت مثلا ایران نیست چیاست و میگم حالا صحبت منشور، اسم منشور که آوردیم این خیلی به نظر من خوب بود که گفته شد و چ... یعنی خدا رو شکر این... که این که گفتن ما ام... گذینه های زیادی به همون برامون فرستاده شد در مورد منشور در مورد خواستگاه. ما به اونی پرداختیم که از ایران برامون ارسال شده بود و چ... همه تقریبا به غیر از حالا نازنین بنیادی بقیه همه تکرار کردن که با اهالی داخل ایران در تماسن مشخصا گفتم ما امنیتشون رو به خطر نمیندازیم که اس ببریم که خب بله آه. اه به نظر منم هم بعد همین طور باشه ولی اینکه مدام تاکید کردن روی اینکه همه اینا از داخل ایران داره میاد و ما در تماسیم ما میدونیم که اونام خواسته هاشون چیه به نظر من خیلی خوب و مهم بود آره من خیلی هیجان دارم که این من منشوره بیاد آره. چند هفته دیگه بیرون ببین ببینید خیلی اتفاق خوبیه که دارن هی هم کوچولو کچل این کارا رو میکنن این امیده هی میاد بالا میاد بالا بعد اون <تصفح> وقت این, این جلز و بلز ارزشی و اینا هم خیلی خوبه ارازشه ارازشه آره عراز. ایمان که اینا رو سرخ میکنه توی خیلی دوست دارم توی خیلی با هم رابطه خوبی داری. <تصفح> با ارازشه آخه فکر کنم دیگه وقتشه که این ارزشی های الا اینترنتی هم دنبال این باشن رزومه هاشون کمی تقویت کنن بعد سهرنگونی یه،, یه کار درستاوی بتونم بکنن این کار الان مفتخوری خیلی رزوم نداره دیگه ببین اصلا این ارزش اگه میدونستن اینا میتونن چه کیفیت زندگی داشته باشن اگه حکومتشون انقدر دوز نباشه یعنی میتونن این انسان عادی شغل با کرامت داشته باشن من واقعا چند هفته پیش همین کارو نمیکردم آره الان چون نمیدونن فکر میکنن دنیا همینه دیگه باید مثلا بیافتی دنباله یه سری دوز و اینا ارزش انسانی هم همینه که مثلا 10 تا موبایل جلوت باشه با این اکانت اینجا لاگین کنی اینو بگی بعد بیا اینو بگی ایمان داره منفجر میشه بگو نه خیلی سطح دول باروته سیزشون پایینه سطح توقعشون از زندگی خیلی پایینه استانداردهشون خیلی پایینه یعنی تو اگه وقتی که میخوای آدم موفق مثال بزنی رئیسی و مثال میزنی خیلی پایینی قربونت برم خی... اصلا دیگه اگه مثلا آدم موفق میخوای مثال بزنی از سران جمهوری اسلامی مثال میزنی واقعا خیلی پایینی این قدرت سوسیشو مغزیرم واقعا نباید میفهمم و... نه نه به من نمیخوام توجیه کنم من که بهت میگم می مف... مفخوری شوزشو... خیلی کار راحتیه شستش و مغزیه رو میفهمم ولی دیگه یه جا آدم باید حداقل یه چیزی بخونه میدی حتی حت من میگم که اگر که آقا نه نمیگم ایچ. نمیگم اینو تصمیم گرفتم کردیت ندم هیچ وقت به هیچ هست آره به جمهوری اسلامی نه نه من چیزی که از آقای رئیس یاد چون اسمش اومد مدل حرف زدن ولی برای اون وقتایی که به اشتباه اوج میگیره رو من خیلی دوست دارم خیلی قوی یه صداش میره مجازاتشون کنیم وقتی که نباید اوج بگیره آره بذم من یه یه حرفی که باز به صراحت مسیح علی نجات زد من چون از چندین آدمی که تا صندکار هستن خصوص با های داخل ایران رو شنیدم و بعد اونها همش میگفتن که ما مراعات میکنیم من توی هفته گذشته از دو نفر که خیلی قبولشون دارم اینو شنیده بودم که ما خیلی زیاد پیام برامون میاد در طرفداری از خاندان پهلوی و شخص رضا پهلوی جایی که امروز هست ما هیچکدوم از رو منتشر نمی کنیم به خاطر اینکه خب نمیخوایم دامن بزنیم به همون اختلافاتی که بین همین گروه دومی که رضا پهلوی گفت اونایی که اختلاف نظر داریم ولی دشمن هم نیستیم مسیح علی نجات سراحتا گفت که صدا میکنن مردم داخل ایران خاندان پهلوی رو حتی توی مثلا شهرهای خیلی کوچیک که به نظرم این اتفاق خوبیه یعنی اتفاق خوبیه که این سراحت رو داشته باشن که نخوان خاک بریزن به خاطر گرایشات خودشون روی چیزی هم که مردم داخل ایران دارن میگن امه. چون همه به حال الان یه سری سویه دارن به خصوص حالات رسانه هم که صحبتش شد دیگه اگه قرار در مورد واقعیت ها صحبت بکنیم اینم یکی از واقعیت هاست که این اتفاق داره میفته یه جمله خیلی خوبه دیگه من مثلا اینکه خیلی هم جنسیت زده برخورد کردم چون بیشتر صحبت این مسیح و نوزنین رو نوشتم <applause> میکنم گفتش که در مورد مسیر پرسیدن که از اینجا به بعد چی گفت تا وقتی که این منشور آماده بشه اینو مسیح علی نجات گفت ما باید این فشار رو بیاریم <applause> به اتفاق 20 فوریه بروکسل اشاره کردن و بعد حالا اون جلسه مونیخ که رضا پهلوی و مسیح علی نژاد قرار برن و باز اینم به نظر من خیلی سراحت داشت گفت جهان میدونه دیگه آره گفت بعد کافی میدونه می آره این این, این که من خودم البته یکی از اون گناهکارانی هستم که همش فکر میکنم بعد اویر کنیم این دنیا دنیا فهمیده <applause> اون بخشی هم که نمیخواد بفهمه همون بخشی که تو کتگوری گروه اولی که رضا پهلوی گفت قرار میگیرن <applause> وگرنه دیگه به اندازه کافی پنج ماهه توی ایران که مردم جونشون رو گرفتن که دستشون تو خیابونا بودن این همه کشته شد این همه تجاوز شد این همه بازداشته این همه اصلا اتفاقات بعد خارج از ایران هم که هر هفته مردم باز کف خیابونا بودن این اوارنس رو درست بکنن این اطلاعاتو بدن گفت که جهان میدونه به اندازه کار نه واقعا آدمای عادی میدونه ما حالا تجربه شخصی داریم من با همکارم تو اروپا می می آره. حرف میزدم میدونست با همسایه حرف زدم میدونست آرایشگر من که میدونم مثلا یه آدمی که خیلی اصلا دنبال مسائل سیاسی و اینا نیست هم میدونه آره. یعنی تا اون سطح آدم ها وقتی میدونن من فکر کنم که اکثری اونا آره. که باید بله. در جریان آره اون ببخشید الان شما بخشید. بعد بلا فاصله گفت فقط چیزی که جهان نمیدونه اینه که با چه کسانی باید صحبت بکنه این برمیگم به همینی که چقدر اهمیت باعت. آره این آلترنتیب که حالا میگم من خیلی احترام میذارم به اینی که آدم ها همش میگن که مردم داخل ایران این سرنوشت رو باید تعیین بکنن واقعا قابل احترامه و من خودم همین نظر رو دارم ولی گاهی اوقات با واقعیت ها حقیقتی هم که هست آدم مواجه بشه از داخل ایران ما رهبری نمیتونیم داشته باشیم که بتونه کسی امنیتش رو در واقع برد. گارانتی بکنه برد. و فکر میکنم که یکی از چیزایی هم که این چهار نفری که دیروز داشتن صحبت میکردن میخواستن برسونن همین بود اسمم هم برد مسیح علی نجاد گفت حالا توی دوران گذار بله. و الان که قبل از اینه که جمهوری اسلامی کامل بیفته قطعا باید آدم خارج بشن ولی اسم برد که بعدش از نسرین ستوده اسم برد از مجید توکلی اسم یا چند تا دیگه که مثلا آدمایی که الان زندانی هستن و ولی قابلیت این قابلیت داره نه که حسین رو حسین رو خیلی برای من جالب بود این حرکتش و به نظر من از خردمندیش بود که یه همچین حرکتی کرد ببین و بب. من فکر می‌کنم اسامی رو برد چون من خودم به نظرم میاد که خیلی اسامی دیگه‌ای هستن داخل ایران این آدما خودشون آردی رسانه ای شدن اس بردن بیشتر ازشون کار زیادی نمیکنه خود زندانی که بودن زیر در واقع اون نگاه امنیتی شدید جمهوری اسلامی هم هستن و من فکر میکنم که بیشتر به خاطر همین اون اسامی رو فقط برد چون که چند برگه دیگه بر... نمی آره، آره، ولی آره. مفهوم رو رسون که اگر ما داریم اینجا میشینیم صحبت میکنیم معنیش این نیستش که ما قراره در آینده دور هم همیشه نه. باشیم این دوران گذاره و بعد از اون باید به آدمایی که اتفاقا چیزی که گفت بعدش اگر بتونم بخونم ببخشید خوشخط هستین آره خیلی خیلی قشن چیز میکنه بلافاصله حامد بعدش گفتش که بچه های داخل ایران یعنی کسانی که داخل ایران هستن میخوان زیرو بم تغییر کنه یعنی اینا اصلا فقط نمیخوان که دیگه جمهوری اسلامی سقوط بکنه اینا میخوان آره نه اینا میخوان اصلا زیرو بم این موجودیتی که به عنوان ایران وجود داشت از فرهنگ از ارزش های اجتماعی از همه اینا تغییر بکنه و از اون طرف هم به نسل های بزرگتر از این کسانی که دایدار این حالا جنبش هستن اشاره کرد که گفت اونا هم نگران آنارشی هستن نگران این هستن که بعدش اتفاق داره میفته که حالا این منشور قاعدتا قراره که اون قشری هم که نگران هستن که همش میگن حالا اگه جمهوری اسلامی بشه بره قراره چی بشه مهم. که واقعا ارزشی نیستن خیلی واقعا نگرانن قراره که به اونا می اطمینان خاطری بده که گفتن توی 20 روز آینده این منتشر میشه گفتن بس. تا آخر فوریه آخر, فبری. آخر فبری. یه اشاره خیلی خوبی نازنین بنیادی به اینی که این تحریم ها کاغذ پاره نباشه غرب وقتی تحریم میذاره به خصوص حالا اشخاص چون یکی, یکی دو هفته پیشم هم در مورد همین تحریم های شخصی که کانادا کرده بود که نمیدونم دیدین یا نه یه تحقیق خیلی مفصلی کرده بودن یکی دو تا اتفاقا روزنامه‌نگارای ایرانی هم هستن که همکاری میکنن اینکه چقدر واقعا کاغذ پاره است و هیچ قدرت اجرایی نداره نازنین بنیادی هم به همین اشاره کرد و گفتش که این تحریما باید حتما اجرا بشن و ببین مثلا من اینجا خودم از ادبیات خودم بله استفاده بله کردم یه فرستادم آره نشودن کاغذ پاره نباشه نقطه سر خط <تصفح> در مورد اینکه رضا پهلوی در مورد متخصصان گفت که صحبت پاره. کردیم اشارهشون به میرسین هم میخواید بگید مثلا. جلو جلو نریم چون الان داریم میرسیم الان داریم میرسیم گفتن که کسانی که در این را قدم برداشتیم با توافق کامل داخل ایران بوده این در مورد مشروع گفتن در، و در اصل نکاتی که در مشروع خواهیم دید بر اساس خواست آنها بوده خب اینا من خیلی خوشم اومد و اونا در واقع فقط به ما معموریت دادن که الان صداشون باشیم چون قاعدتا خودشون نمیتونن صداشون رو بلند کنن ایه حالتش ایه حالتش خب من جوره کامل مانجره میس کرده چی؟ این تیکار رو من کامل میس کردم وسط داشتم کار میکردم آره دیگه خب شو... به مثلا من خودم آره. یه چیزایی که شماها میگین احساس میکنم که چطور نشیدم ولی خب آدم مولتی تاسک میکنه آره. دیگه به هر حال سوپرمن که نیستیم که مسیح علی نجاد از لفظ مله های عقب مونده استفاده کرد مثلا این اینکه میگم ملا خیلی خوشم میاد یعنی به نظر که خیلی پایینه اخوند بدتر یا مله من فکر کنم اخوند به قول میگه پایینه مولا خیلی پایینه یه بار گفتم آخون گفتید نه آخون نه مولایی که یه آدم ایرانی بگه اون چیزو داره بار آره دیگه ببینید تو این لفظی که ما خودمون سطحی داریم استفاده آبه. یعنی مصطلح داریم استفاده میکنیم ولی اینکه گل مولای عقب مونده خوشم اومد اصلا اینکه واقعا اینا این تحجرشون دیگه البته به خودشون که میرسه تعجب هم ندارن خیلی هم زندگی های لوکسی میخوان و خیلی هم میخوان که به خلوت میرون بله. آن کار دیگر دقیقاً دقیقاً. ام... به نظر من سرعت کلام داشتن گفتن دیگه بعد به غرب بگیم که نمیتونین مذاکره کنین دیگه از اینجا به بعد با جمهوری اسلامی یعنی یعنی چی بعد از این همه اتفاقاتی که تو این پنج ماه افتاد و شما میدونین بخوایم بشینین سر میز مذاکره خب میخوای بخش مصوی رو تو شروع بکنی چون حالا یه تیکش هم پیدا نکردیم آخر چه جوری آره اینو شد؟ خیلی تلاش کردیم پیدا کنیم نشد دوباره نقل به مضمون میکنم موضوع برگشت سر موسوی شما میگید سوال پرسیده شد من دقیق یادم ولی آره. مسیح یه اشاره که یه اشاره به رضا پهلوی میکنه میگه که من مثل شما میگم نقل به مضمون شجاعت ندارم که حمایت کنم از نامه که داستان خب همه میدونیم میرسن مصابی... می موسوی بعد از اینکه از 89 بکنم توی حسره یه نامه ای زد و گفتش که مضمون این بود که از جمهوری اسلامی باید کامل عبور کرد دیگه حرف از اینکه ما اعتنا کنیم به قانون اساسی که خاتمی دوباره تاکید کرد که باید همچنان مثلا اصلاحات در چارچوب قانون اساسی باشه موسوی گفت نه دیگه امیدی به این داستان نیست و قانون اساسی کلا باید زیر و زبر بشه اینا شد چه مدل واکنش به این موضوع بود حالا دوباره چیزش رو من میگم در واقع افراطی اکستریمش رو میگیم یه ساعت این بودش که خب مثلا گفتن اوکی این آدم هم دیگه عبور کرد و اینو باید به فال نیک گرفت و از درون داره ریزش میکنه یه بار اونجوری بودش که نه مثلا این آدم توی کشدارش از تو اون موقع نخست وزیر ایران بوده مگه میشه از کشدارای منو میگه اطلاع نداشته باشه یا مثلا انقدر خبر نداشته امور کشورش چه جوری یا میدونسته صداش در نیامده اینا در واقع واکنشایی که به این صحبت ها شد توی جلسه دیروز این دوباره مطرح شد مسیح به رضا پهلوی اشاره کرد آره می‌بینیم میگم مسیح و رضا پهلوی حالا ببین واقعا این دیگه ناخوشاگاه هم نه یونیک واقعا مس... دیگه نژاد به رضا اشاره کرد و گفتش که من مثل شما شجاعت ندارم که حمایت کنم از این نامه در صورتی که باطنی من فکر میکنم هم هم چون گفت از مردم زخمی مون میکنن آره از واکنشا <applause> میترسن چون دوباره مثلا میگن که اصلاح طلبن و اینا ولی این باید از درون ریزش کنه و به حرف مادرشون اشاره کرد که درخت باید از درون کرم بخور جمله که گفت گفتش بعد از اینکه گفت مردم ما زخمی میکنن ولی واقعیت چیز دیگه ایه. باز شما اگه برگردیم به تاریخ انقلاب ها و جنبش های دیگه هیچ کنون موفق نشدن مگر اینکه از بدنه حکومت شروع کرده به ریزش که بعدم گفت این کارو شاید موسوی بتونه انجام بده یعنی اون قسمت بدنه حکومت باشه که وقتی ریزش شروع بشه موفقیت دیگه مثلا صد درصد باشه گفت بعد استقبال بشه از این ماجرا ولی خب در آینده اینو فکر میکنم که آره م... مسیح علی نجات گفت گفت ولی با... به هر حال در آینده ما بعد ها... کمیته هایی داشته باشیم برای دادرسی ها و در واقع محاکمه های عادلانه اینو حامد یه جای دیگه در مورد این محاکمه های عادلانه گفت آره آره من اسمارو رو دیگه دقیق نوشتم چون بلا فاصله بعدش هم راجبه همون مثالی که از مادرش شنیده بود که چقدر واقعا آدم تاسف میخوره که بلافاصله بعدش بگه که حالا نرن مادرمو بگیرن آها. میخوام بگم که مادر مسیح علی نجاد رو میرن میگیرن خب مشخصا اسامی آدمایی که جزء لیدرای تو ایران هستن نمیارن هیچ وقت در مورد اینکه این درخت جمهوری اسلامی یکی از بیرون بعد بهش تبر بزنه ولی در این حال بعد اون تو بیفته که بپوسوندش که خب یکی از حملاتی که سی ثانیه بعد به مسیح علی نجاد شد این بودش که موسوی رو به کرم تشبیه کردی م. که خب اون مشخصا گفت این درخت جمهوری اسلامی دیگه حالا میگم من فکر میکنم که کسانی هم که این برداشت ها رو میکنن ته دلشون خودشون میدونن که نظر کلی مردم نسبت به کسانی که تو جمهوری اسلامی بوده چیه و بعد این برداشت و آینه میبینن توی صحبت های بقیه یه صحبت اگه میشه راجع به این داستان اصلاح طلبی و اینکه الان به فوش تبدیل شده من دوست دارم اینجا داشته باشم من حس میکنم یه مقدار بی‌انصافیه که ما بیایم گذشته رو با اطلاعات الان مقایسه کنیم من میبینم توی توییتر راه افتاده اصلا شاید هم اینو راه انداختن ولی یه سری هم روی موجش سوار شدن که میرن آدما رو پیدا میکنن مثلا میبینن که یارو چنام 8 سال پیش حالا هر چند سال موسوی پیش موسوی چکش مصبت. آره مثلا طرفدار موسوی بوده 88 بعد مثلا به روحانی رأی را داده بعد بهش میگن که تو مشکل داری و اصلا به درد انقلاب نمیخوری و اینا این به نظر من گذشته رو با دانش الان مقایسه کردن و کاملا اشتباهه اولا خود همین جمعی که ما هستیم حالا گلناز من نمیدونم ولی ماها مثلا من به روحانی دور اول رای دادم و مقصد نمیرسید زمانی که خاتمی داشت میمد حالا ما بچه بودیم ولی یه خوشحالی بود که شاید این حکومت فاسد و ظالم داره به سمت اصلاح شدن پیش میره هیچ ایرادی به نظر من نمیشه به این موضوع گرفت همه ماها ها اون موقع توی اون شرایط فکری بودیم و آلترناتیو دیگه ای وجود نداشت یه حکومتیه که تو حرف بزنی میاد میگیرت میندازه زندان جنایت میکنه شکنجت میکنه اون موقع یه فضایی بود که یه مقدار هم بازتر شده بود روزنامه ها فعالیت بهتری میکردن و یه امیدی توی آدما ایجاد شده بود همچنان اون امید کامل کشته نشده بود بعد احمدی نژاد اومد ما رو به قهقرا برد 88 که مصوی کاندید دوباره یه امیدی ایجاد شده بود به نظر من این یه مقدار بی که آدمایی که اون موقع حمایت کردن رو ما الان با این چوب بزنیم که نه شما ها مثلا طرفدار نظامید و از این داستان این نمیگم چون خود من این کارو کردم من سریح میگم اون موقع این کارو کردیم به خاطر اینکه آپشن دیگه ای نبود و امید هم بود واقعا فکر میکردیم بعد از احمدی نژاد اگه حسین بیاد شرایط رو تغییر میده اه ولی اه این رو یه ذره بی که الان ازش به عنوان یه پوینت منفی توی گذشته آدما چوب استفاده کنه آره که تو اصلاح طلب بودی آقا بوده آدما میتونه تفکرشون عوض بشه الان مهم اینه که همه ماها روی یه موضوع اتفاق نظر داریم که از اینا باید گذشت به هیچ طریق این حکومت قابل اصلاح شدن به هیچ وجه حکومتی که بالا یکی داره به اسم ولی فقیه این میتونه ولی فقیه باشه میتونه دیکتاتور کره شمالی باشه میتونه پادشاه باشه وقتی یه نفر اون بالا تجمع قدرت فساد میاره دیگه راه نجات چیز ببین کلا این حملاتی که میشه که به نظر من باز یا یه خود پریمچور دیگه آدما خود خود درگیری هم پیدا کردن یا یه سریاش هم یه سویه های مشخصی داره من خودم هنوز به کسانی که دم از اصلاح طلبی میزنن ایراد میگیرم الان آره, آره. علان و مثلا ببین همین مثلا بیانیه موسوی که اومد به نظر من اینی هم که آدما ناراحت مثلا دیروز شدن اگر حتی مسیح علی نژاد خود شخص موسوی رو مثلا به کرم درخت تشبیه کرده بود که نکرد چون اون مشخصا گفت این درخت جمهوری اسلامی خو؟ خب؟ پس شما هم تقدس دارین میدین دیگه این اون تقدسی که سلطنت دوستان به مثلا رضا پهلوی دارن میدن فرقی نمیکنه آره به هر هم تقدسه من خیلی اینو منم حالا نه خودم این کارو میکنم واقعا سعیم میکنم ساپورت نکنم اینایی که مثلا میرن یه اسکرین های مثلا 20 سال پیش 10 سال پیشو میارن میگن از چیزی رو ولی واقعا ساپورت میکنم که اون جمله 8 سال پیش و امروز هم طرف داره میگه ببین دیگه یه جایی به نظر من آدم ها رو باید حالا کلمه فارسی خیلی فاخرشون نه نه بعد نگرشون داری ببین همه باید. آره مسئول بعد مسئول, مسئول فکری که بودن ببین مثلا به اون تاریخ که نمیرسیم هیچ وقت به یه خانومی هست به اسم هماناتق که یکی از فعالین خیلی فعال بوده زمان اول انقلاب من حالا تو همه این مثلا چیزایی که داشتم تحقیق میکردم و اینا از معدود کسانی هستش حالا اون زمان که میگفتن چریک که فدایی بعد توی کتابی که نوشته گفته که من مثلا کارهای دفتری بیشتر براشون میکردم هیچ وقت مثلا فعال چیریک فدایی نبودم ببین یکی از معدود کسانی که به سراحت اومده عذرخواهی کرده ام. یعنی اومده اون نقشی رو که خودش توی اون اتفاق های ناگواری که به خصوص واسه زنان چون این همشون مثلا فعالین حوزه زنان بودن اون بی ادالتی که در حق زنان شد و ادامه پیدا کرد اومده عذرخواهی کرده یه همچین آدمی واسه من خیلی قابل احترامتر هستش که آدما بیان توجیه بکنن اون وقت کار قبلیشون من یکی از واقعا زاویه هایی که دارم یه رشت توییت خیلی طولانی هم نوشتم راجع به حالا شخص میر حسین موسوی دقیقا همینه خواهی من جایم ندیدم اتفاقات ده افتاده خانواده های ایرانی بسیاری رو تا آخر عمر ازادار کرده خیلی هاشون یه پادکستی هستش که با بچه های قربانیان ده صحبت میکنن اینا هیچ وقت به زندگی عادی نه تنها خودشون نمیتونن برگردن نسلای بعدیشون هم خیلی بد تلاش بکنن به زندگی عادی برگردن خب خب ببین اینا اینا اسخایی میخواد دیگه کمترینش اسخاییه حالا میگم من مثلا حرف دل منو مسیح علی نژاد زد گفت اینجوری نیست کمیته هایی بعد تشکیل بشه درخی. و بعد دادرسی اه. بشه حالا این نظر کلی من ای یه سوال سری الان اون حالا هد این حزب اصلاح طلب همین خاتمیه میشه گفت یا من میگم خاتمی رو اصلا دیگه خود اصلاح طلبام خیلی بهش اهمیتی نمیدن کما اینکه یه بیانیه هم خاتمی قبل موسوی داده بود اتفاقا همین امروز کجا داشتن در صحبت میکردن فکر کنم همین آقای جودکی که گفتم داشت صحبت میکرد گفت کسی اصلا به اون نپرداخت بیشتر خود کسانی که خودشونم الان اصلاح طلب میدونن روی بیانیه موسوی تمرکز تمرکز آره. و اینا اسم کوچیک یادم میاد چی فقط من اسم کوچیک هیچی نمی فقط یک ساعت و 40 صحبت عالیه چندی ببین من،, من فکر کنم این قسمت آخرش هستیم دیگه خب آره. خیلی دلم میخواد به اون سوالی که تلویزیون معنا پرسید راجبه چون به نظرم یکی از قسمت های مهم این بود که چرا از اقوام بلد. دیگه دعوت نشده مهم. واقعا سوال آخرم هستی بفرم خب این خودم دارم سوال میکنم <تصفح> که من به نظرم میاد ام... بله دقیقا صحبت تلویزیون من و تو بود که گفت به, به جز عبدالله محتدی چرا از اقوام دیگه ای دعوت نشده جواب حامد اسماعیلیون خیلی کوتاه بود به نظر من گفت بحث تنوع و کسرت وجود داره بحث الان بحث همراه کردنه بتونیم گروه های مختلف رو ها همراه بکنیم و با سب بکنیم این یک اتفاق یک روزه نیست یه مسیر شبانه روزیه و ما با همه صحبت میکنیم جواب مسیح علی نجات، به نظر من یک مقداری دست با... یعنی تو تمام صحبت هایی که کرد که من خیلی دوست داشتم به نظر میخورده دست پاچم نبود یه خورده حالت اینو پیدا کرد چون خیلی هم هی گفت خیلی سوال زیبایی پرسیدین خیلی ممنون خیلی فلان احساس میکنم که یه خورده ببین یه خورده حالت, خورده حالت چاپلوسی هم داشت نسبت به اون اقوامی که مثل اینکه که نیستن سر اونجا من حداقل این حسو کردم من حالا خودم خیلی بیشتر از جواب سری رضا پهلوی خوشم اومد که اگه کسی به اجازه میداد در مورد زبان بدن توضیح بدم خیلی جدی گفتش که اصلا سوال از اساس اشتباهه این این مسئله دعوت کردنی نیست مشارکتیه که من فکر میکنم که خب مطمئنم که با اقوام دیگم کسانی که یعنی جزء حالا مثلا لیدر اون اقوام هستن صحبتهایی شده و حالا اون دیگه مثال اتوبوس مجانی رو زد و گفتنم که الان هشتگش سری میره تو توییتر که دقیقا دو ثانیه بعد هشتگش بود توی توییتر و بعد اون شوخی هم که کردن راجبه اونی که این اتوبوس مجانی اون آب و برق مجانی آه. نیست خیلی بامزه بود, بود به نظر من مر داشت دیگه یعنی کانفیدنت موقعی میتونید اون هیومر تو بذاری اون در واقع بحث تو یه جایی بله. شده فان بکشی که یه ذره کانفیدنتی به صحبتی که داریم اتفاقا وقتی تیکه همین جواب و رضا پهلوی گفتش که اون قشه، که حالا ما به اسم قشت خاک سری میشناسیمشون شاید یه ماه دیگه بیان شاید یک سال دیگه بیان ولی میان میا. مثلا یعنی چیز فرضیه اینا این هستش که اونها هم خواهند اومد ولی به مثل همین اتفاقی که تو 44 سال افتاده یه نفر همون سال 60 فهمید چه رکبی خوردیم خب یه نفر ته 68 که دیگه خمینی مرد فهمید یه نفر دهه 70 فهمید یه نفر 88 فهمید دوره های مختلف ولی به نظر منظور کلی این بود که دیگه همه میان و همه میدونن سقوطه درصد بعد آبان و 98 دیگه که نفهمیده بود فهمید دیگه اگرم نمیفهمه آره دیگه. دیگه کارش گیره دیگه یه جایی بله تام شد یه جمله دو تا جمله خیلی دیگه هم بود اگه اجازه بدین تون تون بگم حامد اسماعیلون گفت داد خواهی و دموکراسی خواهی همیشه برای من خیلی مهم بوده مطمئنا نمیشه هیچ همه رو راضی کرد که به نظرم باز این سراحتش ولی میتونیم که اکثریت رو راضی بکنیم این متن وسیله است نه هدف منشور رو گفت خیلی خوشم اومد و اینکه فقط با سازماندهی میتونیم به هدف برسیم اینجاش من این سازماندهی رو من خیلی دوست داشتم خیلی آخه به دم... دموکراسی از سازماندهی میگن یعنی ما فقط بیایم حرف بزنیم و یه سری حرف قشنگ بزنیم و حرف کل... کلی گویی انجام بدیم هیچ چیزی پیش نه سازماندهی لازمه یه جمله خیلی زیبا هم مسیح علی نژاد همین تنوع قوم ها گفت گفت ایران ما مثل یک رنگین کمانه که بعد اشاره کردن به صحبتی آره کیان پیرفلک و LGBTQ, LGBTQ. ولی خیلی قشنگ یعنی اون مثال رنگین کمانو که زد به نظر من بسیار بسیار جذاب بود اون آخرش که آدمای توی مد اووین گفتن همدیگه رو بغل کنین کمدیگر رو بغل کنین فکر دیگه اون بغل دیگه یه تیر خلاصی به این عرازشه. عرازش عرازش بود که اصلا دیگه گفتن هیچ راهی نداره به خصوص اینکه اون طیف اونوری ارازشه که خودمون میدونیم کیا هستن سر اینی که حامد اسماینون آه سلام کرد به رضا پهلوی نکرد دست داد اینجوری کرد اونجوری کرد گفتن دیگه این دفعه یه بدرقه سنگین یه بولن شدن من نظرم نظر کلیم راجع به این اتفاق خیلی مثبته به نظر من برای اینکه این جلسه برای جلسه اولش بودن همه چیز خوب پیش رفته ما نباید کی شروع کنیم انتقاد کردن و به ما 44 سال جمهوری اسلامی داریم که هیچ چیزیش درست کار نمیکنه. بعد یهو به این جلسه که رسیده مثلا ما بیایم کمالگرا بشیم که حالا از مثلا احزاب کرد نماینده بود چرا مثلا از بلوچ و مثلا ترک و عرب مثلا ببخشید نماینده نبود این دیگه خیلی کمالگرایی بیخود داشتنه نقد درسته نقد باید انجام بشه نقد سازنده با راهکار باید انجام بشه به مرور ولی بیایم این حرکت رو به فال نیک بگیریم که توی جلسه اول انقدر در واقع تکسر افکار بود آدمایی بودن که قشت مختلفی رو نمایندگی میکردن قطعا می‌تونه نماینده بیشتری از اقشار مختلف باشه ولی خب حساب کنید یه در واقع وبینار یه نشسته تو نمیتونیم مثلا پنجا نفر آدم رو بریزیم اونجا که خب سه روز طول میکشه قضیه به این منشوره من خیلی امیدوارم و امیدوار باشیم. امیدوار باشیم امیدوار باشیم به آینده نگاه کنیم و ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه از هر کدوم از ما هم همیشه یه سری کارهایی برمیومده شاید مثلا ما در اون حد نیستیم که بریم تون اون جلسه بشینیم ولی هر کدوممون یه کار انقدی انجام بدیم یه قدم, یه بیایم جلوتر بالاخره به اون هدف واحدی که داریم و نابودی این رژیمه حتما خواهیم رسید من فقط یه چیز بگم به نظرم این, اق... این... این, خوشحالیه و این امیده خیلی خوبه سطح توقعمون رو نباید دیگه به سخت برسونیم بعد از این نشست و اون منشور چون گاهی اوقات همون کمالگرایی که گفتی وقتی که یه پله از اون پایین تر قرار میگیره یه باز ناامیدی یه مثلا یه حالت فرسایشی ایجاد میشه سطح توقعمون از این حالا نشست و منشوری که تا چند هفته آینده منتشر میشه دقیقا بعد همین چیزی باشه که ما از متن یک دیکتاتوری خبیس بعد از پنج ماه داریم وارد یه اصلا یه مسیر دیگه میشیم خب یکی اینو میخواستم بگم یکی میخواستم بگم که دقیقا در مورد حال اقوام که گفتی چون من میبینم کسانی که خیلی خود مثلا حالا بوچانی نمیدونم شما فالوش میکنین یا نه آره تا 48 ساعت پیش در مورد اینکه کورت ها چرا وارد این مثلا نشست نشدن صحبت میکرد و حالا الان که خب به هر حال عبدالله متدی بود به عنوان یکی از نماینده ها حالا دیگه به اقوام دیگه نقد کار درستیه به نظر من منتقد از یه جایی به بعد واسه خودش هم بعد مسئولیت قائل بشه که اگه میتونه چیزی رو تغییر بده تواناییشو داره علمش رو داره اصلا میخواد اگر نه دیگه به نظر من یه جایی بعد آدم خوشون بکشن عقب و کار رو به دست کسانی که هم توانمندیش رو دارن هم علمش رو دارن و هم میخوان چون حالا خیلی هم ممکنه توانمندی و علم داشته باشن نمیخوان اصلا وارده وادیایی بشن همین اینو الان گفتی بس. نه خیلی مهم. من یه مسئلهی اخیرا گوش میکنم یه پادکست رو حرف خیلی جالبی زد امیدوارم این آدمایی که حالا این در واقع حرکت رو دارن ران میکنن حتما چون پادکست رو مان گوش شنیدن اینا اجرا کنم میکنم. وقتی شما در واقع کمک کسی رو لازم داری یه ایده ای داری مثلا یه ایده ای مطرح کردی نباید بری به طرف بگی که نظرت چیه میگه تو وقتی نظر طرف رو میپرسی اون شروع میکنه نقد کردن تو باید ازش بپرسی که برای بهبود این چه کارهایی میشه کرد ام. میگه این ادبیات رو که شما عوض کنید این باعث میشه طرف خودش رو جزوی از این حرکت ام. بدونه پس برای بهتر شدنش شروع میکنه به تو کمک کردن ولی تو وقتی صرفا نظرش تو بپرسی انگار اون رو دور نگه داشتی اون مجزای از این ایده است اون شروع میکنه تو رو نقد کردن ام. حالا توی این مورد به جای که مثلا نظر بقیه رو بپرسن آدمایی هسته مرکزی این،, هشت نفر باید ازشون بپرسن برای بهتر شدنش چیکار میشه کرد این به صورت اتوماتیک یه تاثیر روانشناسی توی مغز هوموزی پیانو داره اونا خودشون رو در واقع قاطی این موضوع میدونن و به بهتر شدنش کمک میفته رو اتوماتیک دیگه میرن کار بچا برای بهبود خود کس چیکار میشه کرد دیدی آه 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 سوسکی میخوا خودش <تصفح> خیلی سوسکی میخواد خودشو تا کنه واقعا من هیچ کاری واقعا خودم دیگه از دستم بر نمیاد <صفح> من من تمومم دیگه پولشو <صفح> گذاشت دم همه گرم مرسی که تا اینجا با ما بودین یک ساعت و 45 دقیقه یک ساعت و 50 دقیقه صحبت کردیم مرسی که بودین مرسی که حمایت میکنین کامنت میذارید هستن دیگه بچه ها فلان گورنست که هست صدافه فلان هست بچه ها دیگه هستن دم هم میگم فلان خدافز خدافز زن زندگی آزدی